خب بینندگان عزیز با سلام به شما، برنامه سربی با مردم از تلویزیون مردم آمریکا واشنگتن پایتخت آمریکا به وقت اینجا و نیویورک شرق آمریکا 2:05 بعد از ظهر به زمان اروپایی که میگیم 14:05 و به وقت کالیفرنیا 11 صبح روز جمعه 22 نوامبر برابر با اول آذر ماه 1398. آمریکایی‌ها میگن که حتما از این اوضاع ایران خبر دارید، مگر اینکه زیر سنگ بودید، یه جایی بودید زیر سنگ که نه خبری بهتون میرسید و اینها، و دیدید که این بار هم آخوندا اینترنت رو قطع کردن تا ارتباط مردم قطع بشه، و بعد از دیروز یواش یواش اینترنت رو وصل کردن. حالا امروز هم که جمعه هست خبرها رو نگاه کنیم ببینیم که چه خواهد شد. عقیده های بسیار مختلفی رو شاهد هستید و بعض وقتا حملات دوستان و مخالفین که فکر میکنن دشمن هم دیگه هستن. امروز با یک صحبت میکردم که آقا دوستت خانم شوره عاصمی یه چیزی نوشته، بعد اون دوست رفته گفته که یه چیزی نوشته، خانم عاصمی بهش گفته آقا این چیزی که نوشتی که نژاد پرستانه است، گفته به ایشون افتخار میکنه که نژاد پرسته. گفتم خب ببینید اصلا بعض وقتا این احساسات و عصبی و تعصب یعنی چی؟ یعنی عصبانی شدن. یک کاری میکنه که مغزمون رو از کار میندازیم. اتفاقا در همین رابطه میخوام عصبانیت رو با رانندگی ربط بدم و ازتون خواهش کنم، چون یکی از دوستان تماس گرفته بود و میگفت که شما باور نمیکنی همین چیزای ساده‌ای که میگی خیلی توی رانندگی من تأثیر گذاشته، به حدی که همسرم گفته چی شده اینقدر قشنگ رانندگی میکنی. گفتم که سربیه چیزایی تو برنامهش گفته، امیدوارم اینجوری باشه. یکی از چیزایی که تو رانندگی من متوجه شدم رعایت نمیکنی ماها این خطای مقطع و خط ممتد. آقا خانم وقتی یه جا خط ممتد کشیدن یعنی اینجا شما نباید خط رو رد کنی بری اون ور و بری جلوتر. حتما شما هم دیدید توی اینجا بهش میگن acceleration lane، بعض وقتا میگن deceleration lane، یعنی جایی که شما میای از یه جاده کوچولو یا از یه جاده معمولی، حالا میخوای بیای به اتوبان یا هایوی یا فریوی یا شاهراه وصل بشی و اینجا باید وقتی رسیدی سرعت تو زیاد کن، ولی ماشین پشت سری شما مگه امون میده؟ اون هنوز رو خط ممتده میاد این ور. بعد حالا شما اگه بخوام بیاد این ور، این آقا عصبانی میشه، معمولا ماشین هاشون هم تیتیش مامانی و تندروتر از شما. اگه شما نیای جلوش باید چکار کنی؟ بری بزنی به دیوار سیمانی؟ ولی اگر این حماقت رو انجام نده و بذاره شما که جلوش هستید، شما اول بیاین اونم دوم بیاد، بعدم برید با ترافیک به اصطلاح مخلوط بشین و هر کسی به راه خودش برسه. اینه من خیلی میبینم و خیلی هم خطرناک، چون شما وقتی این کارو میکنی او هیچ چاره نداره به جز اینکه بپیچه جلو شما، یا به قول آمریکایی‌ها cut in front of you. اینه دومیش که اینجا هم نوشتم، اگر وقتی دارید رانندگی میکنی یه نفر راهنما میزنه و شما راهنماشو میبینی که خاک بر سر این ترافیک آمریکا و ماشینای آمریکایی که راهنماشون هم به جایی که زرد باشه امبر باشه یلو باشه قرمز هست، و شما چون یه طرفش رو میبینی نمیدونی که این داره ترمز میزنه یا راهنما هست، حالا از این به بعد حتی اگه ترمز هم میزنه شما فکر کن که راهنماست، بذار بیاد جلو شما. به چند دلیل. اولا معمولا کسی که میاد این ور یا از اون ور میاد این ور از این خط هم میخواد بره، وقتی شما بهش راه بدی بعد هم از جلو شما میره، کلش 2 ثانیه 10 ثانیه هم طول نمیکشه، 5 ثانیه هم طول نمیکشه، ولی به نظر شما میاد خیلیه. حالا فکر کنیم به این راه ندی، اگر راه ندی باعث تصادف میشه، باعث درگیری میشه. همیشه فکر کنید اگه به این راه ندادید این یه آدم عصبانی اصلا هم داره شما رو شوت میکنه. شما حاضری شوت بشی، تیراندازی شلیک بشه به طرفه، خب راهش بده بیاد بره دیگه. این یک. یه چیزی دیگه است،
وقتی که ماشین جلو شماست، اینو باز نوشتم دوباره، همون که بذارید اون تکلیفش معلوم بشه، شما ببینید که این میخواد چیکار کنه، میاد تو این خط نمیاد، بعدن بیاین و بعدن برید ازش رد بشین. اگه ماشینتون پرتوان و پرسرعته که نگرانی ندارید، حالا به جایی که اینجا ازش رد بشید برو 200 متر جلوتر. بعد یادتون باشه دوستان، طبق قانون، طبق کتاب راهنمایی، شما در هر یک چهارم مایل که باز خاک بر سر اینا با این واحداشو، یک چهارم مایل حالا چند یارده، چند فوته. آقا تو آلمان من دو هفته پیش بودم، قشنگ نوشته 100 متر 200 متر دیگه. شما میدونی 100 متر اینی که میبینی، 200 متر اونی که دورتره، مثلا چشمت ضعیف شد شده باشه دیگه میفهمی، اونجا رو که نمیبینی 200 متره، اینجا رو که میبینی 100 متر. حالا اینجا نوشته یک چهارم مایل، یه جای خوندم نوشته بود 5 هشتم مایل. حالا خود مایل چه کوفتیه که دیگه واحدشو 5 هشتم اینجوری بذارید بره؟ همش فکر کنید که این آدمه یه آدم دیوانه ای است. خدا رحمت کنه، بابای ما میگفت که فکر کن همه کورن فقط تو میبینی، این همه کور دارن رانندگی میکنن، بذارید بره. البته اگه اونجوری فکر کنید دیگه زندگی بدی خواهید داشت و ممکنه هیچ وقت به خونه نرسید. در صورت اینایی هست که من تو رانندگی دیدم. و یکی دیگه از موضوعاتش دوستان، این نور بالا و پایینه. اگه بلد نیستید از یه جایی، حتی از ماشینای اینا که فروشگاه ماشین میخرن میفروشن، برید سوال کنید لو بیم چیه، های بیم چیه، نور پایین چیه، نور بالا چیه، چگونه استفاده کنید. من میبینم خیلی ها فکر میکنن مثلا نور شما بالا، اونا هم نورشون رو میندازن بالا. خب اگر این نور شما رو اذیت میکنه، حالا شما هم نور میندازید تو چشم اینو نابینا میکنه، میاد میزنه بهت. الان ماشینای جدید ساختن که ماشینی که من تو آلمان کرایه کرده بودم، این نیسان قشقایی اینجوری بود، اگه من نور بالا هم بودم میرفتم ماشین میمد خودش میکرد نور پایین، که البته به نظر من یه اشکالایی هم ایجاد میکنه دیگه، باید بسازید دیگه، بعدش نمیذاش بری نور بالا مگر اینکه با دستت اینجوری فشارش کنین. بله، میگه چی شد لامپ راهنمای اتومبیل ها در آمریکا قرمز رنگه؟ بله، باورتون میشه؟ این آمریکا، شما فکر نکنید فقط در رئیس جمهور انتخاب کردن کارشون خرابه. ماشینا برای که نمیدونم والا این چقدر میشه، برای 20 سنت میشه، 1 دلار میشه، چقدر میشه، سال هاست یه دونه لامپ استفاده میکنن. این لامپ هم برای ترمز، هم برای راهنما، و وقتی میسوزه دوتاش از کار میفته. تصوری که ماشینای ژاپنی، ماشینای دیگه، یه لامپ زرد برای راهنماست، که خب وقتی هم شما یه لامپی رو فقط برای راهنما استفاده میکنی خیلی دیرتر میسوزه. یه لامپی هم برای ترمزه. حالا برید نگاه کنید ماشینای آمریکایی اینجوریه، بعدم وقتی میسوزن یک اشکالای به وجود میاره، تون تون چراغ میزنه و اینا بماند. اونا دیگه مربوط میشه به اون به اصطلاح ریلی که اینا رو قطع و وصل میکنه و اینجوری و اونجوری. یک کمی سعی کنید اگر عصبانی هستید رانندگی نکنید. رانندگی یه چیزیه که قرار بوده آدم لذت ببره. اصلا هنوز تا هنوز اینجا دارن میگن ساندی درایور، یعنی طرف روز یه شنبه وقتی همه کاراش انجام داده میاد سوار ماشین میشه، دور میزنه، لذت میبره از طبیعت، از خیابون، از مردم، که حالا اینا مورد تمسخر قرار میگیرن. وقتی یه نفر یواش میره و عجله نداره و مثل دیوونه ها جلو اینو اون نمیپیچه، مسخرش میکنن، میگن هی اور شی ساندی درایور، ای خانم یا آقا راننده روز یک شنبه است که بلد نیست رانندگی کنه. بله، میگه که بهترین برخورد را پلیس آلمان با متخلفین میکند، در عین مهربانی پوست آنها را میکند. آقا روز جمعه است، ما به شما گفتیم دو تا تیکت گرفتیم، حالا منتظریم برامون پست کنن، شما این چیزا چیه مینویسی پوست ما را پلیس آلمان بکنه. ولی درست میگی، آقا قانون گذاشته اینجا برو هر چی دلت میخواد تون برو، ولی اونجایی که نوشته 120 چراغ هم روشنه، میاد جلوتر میشه 100، میشه 80، میگه اگه اینجا خروازی در بیاری منم وایسادم با چوب ادب، که همون جریمه نقدی و پول و اینا هست، جریمت میکنم. من چند سال پیشم، 4 سال پیشم که آلمان بودم، یه جا به نظرم آمد که یه جریمه ای گرفتم ولی هیچ وقت برام نیومد. اینجا دو تا مسلما تیکت گرفتم از همین چیزای قرمز و آبی و اینجوری که شما گفتی 50 نفرم همزمان از جلو این رد بشن، 50 تاشون
سرعت داشته باشن به 50 نفر تیکت میده، هنوز نیومده. البته من 12 برگشتم، الان امروز 22، فعلا 10 روز باید صبر کنی. اون بود ماجرا گفت که اگر تیکت نگرفتی شب درازه باید صبر کنی. بله زونتاگ فارر، آها اونجام دارید پس شما، زونتاگ یه شنبه هم، فارر هم یعنی راننده های یه شنبه. بله خب ببینیم که دوستان شما نظرتون درباره ایران چیه، درباره موضوعاتی که ربط داره به وجه مشترک، اونم یه چیزی مثل گرونی بنزین، یه چیزی مثل ارزاق عمومی مردم و این وسط یه سری آدم های عقب افتاده وایستادن. میگم طرف اومده تو تلویزیون میگه آقا شما چی میگید اینها رهبر نداشتن، ما از اینجا رهبری کردیم. یکی نیست به این پدر سوخته ای که 25 سال 30 سال هم سنش نیست بگه آخه پوفیوز فردا اون پسری رو که میگیرن، اون دختری رو که میگیرن تو ایران، میگن آها شما از فلان سازمان ایمیل داری تکس داری، اینا هم گفتن که اینا به دستور ما بودن. اون وقت اون موقعی که میگیرنشون میبرن تجاوز میکنن چوب پلانشون میکنن اعدامشون میکنن، توی احمق کجا هستی؟ این دوستمون هم هست از سازمان چیه؟ ایران مرز پرگوهر. آقا بلند شد رفت ایران، همون شلوغی ها یه نفر بهش جا داد تو خونش و اینها، بعدم که اومد اینجا با افتخار تعریف کرد که اون آقا رو گرفتن کشتن. خب آقا اونه که کشتن، حالا شما به خانوادهش هر ماه پول میفرستی؟ فکر نمی کنم. ایشون هم اومده اینجا برای خودش یه رستوران یونانی درست کرده، افتخارش هم اینه که به یه مشت مفتخور هر روز خوراک مجانی میده، هی دعوتشون میکنه عکس میندازه، کارمون خیلی خرابه. آقای خوشنودی، مجید خوشنودی که همشهری من هست، آدم خوبی هم هست، بعض وقتا آدم های خوب هم یه کارایی میکنن که به نظر ما درست نیست یا اشتباهه. ایشون آمده یه عکسی گذاشته روی فیسبوکش، این عکس رو همه ماها دیدیم، همه اونم باور داریم که این عکس مبارزه مردم بر علیه ماموران به اصطلاح سر تا پا مسلح. یه خانمی، دختر خانم جوونی که این حرکتی که انجام داده به نظر میاد کاراته بلده، داره لگد میزنه به این مامورین انتظامی. و در برنامه قبلی آقای نظری گفت آقا این فیلم رو اصلا خود آخوندا ساختن و این فیلمه. البته همزمان آقای زمانیان از ایران آمده بود روی خط و گفت که نه من خودم شاهد چندین برخورد مثل این بودم. بله درسته، آقا هنگ کنگ ما هر هفته داریم میبینیم که مردم با چتر میرن، وقتی پلیس حمله میکنه بهشون اول چترا رو میگیرن که پلیس نتونه بزنه بهشون، ولی بعدن چترا رو استفاده میکنن به عنوان اسلحه سرد. ولی من سوالم از شما اینه، شما وقتی یه عکسی میبینید که یک دختری چوب خورده، کتک خورده، لگد خورده، بیشتر از دست ملا ناراحت میشین؟ یا وقتی یه عکسی رو میبینی که یه خانمی داره به سربازا، آقا بچه آخونده که نمیاد تو خیابون، این سربازای بدبخته یا آدمایی که از زور بیکاری بیخوراکی رفتن جز ارتش و پلیس و اینا، تعارف که نداری. ارتش چه زمان شاه، چه زمان حالا، چه 100 سال دیگه، افرادی میرن 2-3 تا چیز دارن، یکی اونایی که موفق نشدن در درس خوندن، یکی اونایی که عشق ماچوگری دارن، او من بزنم بگیرم فلان اینها، یکی اونایی هستن که ندارن پول که زندگیشونو بگذرونن. طرف تبلیغ میکنه میگه شما بیا میفرستیم مدرسه نظام، ما اینقدر بهت حقوق میدیم. طرف هم میگه آقا من وایسم اینجا مدرسه معمولی برم، درسم بلد نیستم، خب میرم اونجا حقوق میگیرم، بعدم قدرت میگیرم. و تو این کشورها معمولا ارتشی ها و شهربانی ها اینها هم چون به مردم زور میگن یه قدرت کاذبی دارن. ولی این، اینم بچه یکی از ملت ایرانه، هی عکسشون رو میفرستید بره بزنید بکشید فلان. آقا بنده هم در زمان شاه ترسو و نادان مأمور حکومت نظامی بودم در شهر خودم. حالا فکر کنید اون موقع عکس نبود، ولی الان عکس میگرفتن آقا این سربی خونش نم قدمگاه شیرازه برید بزنید. خب من مجبور بودم، من که نمیخواستم برم اونجا. از طرفی اونم داریم که شما نمیتونی بگی من مأمورم و معذورم یا مأمورم و مجبورم.
اینا هم توی یک جریاناتی گیر افتادن، موندن. مثلا طرف با موتورسیکلت میفسنش برو فلان جا، میاد اونجا میگیرین میارنش پایین، موتورش آتیش بزن. بله این مال دولت، تازه مال دولت که نیست که، دولت که از خونه عمش نیورده، مال مردم. ولی خودشو میگیرید میزنید، خب چی میشه؟ بعدم دولت میگه آقا اینها، اینا گرفتن زدن ما میزنیم. امروز با باتون میان بیرون، فردا با تیر پلاستیکی میان، پس فردا با تیر حقیقی میان. تا این حرفم بزنی طرف میگه دیدی بهت گفتم این مامور جمهوری اسلامیه. آقا نیست، مامور جمهوری اسلامی نیست، شماها دارید کمک میکنید به آخوند. آقای خوشنودی دانسته یا نادانسته داره کمک میکنه به آخوندا. این عکسی که میذاری خیلی هم خوشش اومده، کردتش کاور پیج فیسبوک، این عکس رو تو هر دادگاهی شما به هر کسی نشون بدی، این خانم محکومه. میگن ماموران انتظامی، کلمه انتظامی یعنی چی؟ از نظم آمده. ماموران انتظامی آمده بودن تو خیابون نظم رو برقرار کنن، این خانم رفته لگد زده. خب میگیرنش میبرنش، وقتی گرفتن بردن شما دیگه اون موقع کنترل نداری. حالا که کنترل دارید تو خیابون، دستاتون رو دست هم قرار بدید، بشینید مقابله کنید، برنامه داشته باشید. اگه حمله کردن چیکار کنیم، اگر اسپری زدن پپر اسپری زدن چیکار کنیم، اگه آب پاشیدن رومون چیکار کنیم، اگر تیر اشکاور انداختن، گاز اشکاور انداختن چیکار کنیم، اگه تیر پلاستیکی زدن چیکار کنیم، اگه تیر حقیقی زدن چیکار کنیم. نه اینکه طرف نشسته کنار پتومک، برید ما با شما هستیم. آقای رزاقی خیلی قشنگ گفت آقا من زور یه جایی بودم، طرف تلفن زده به خواهرش، خواهر جون بچه‌ها نرن بیرون، بعد اومدم خونه مینم تو فیسبوکش نوشته مردم برید بزنید بکشید. نظر شما چیه دوست؟ چه باید کرد؟ تا حالا چند تا از این جنبش‌های رنگارنگ، از جنبش سبز و بنفش و اینها دیدید آمده رسیده مثل فواره رفته اون بالای بالا، آمده پایین و بعدم اثری ازش نیست و رفت و گذشت، و بعد یکی یکی هی تا 10 سال دیگه میبینیم این آقا رو سال 98 گرفتن، اونو سال 88 گرفتن و الی آخر. خب یه دوستی آقای شاهین دلنشین اگه اشتباه نکنم یه عکسی رو برای من فرستادن که اینو دیدم، برای آقای مختارم فرستاده. آقای مختار شما که اینجوری میگید این عکس رو چاپ کنید. خب آقا زنگ بزن به آقای مختار بگو آقا یه صفحه از روزنامه یا نشریه یا هفته نامه چنه، من میخوام اینو برام چاپ کنید. زنگ بزن به سوربی بگو سوربی میخوام اینو هر روز بذاری، یا اصلا بالای چیز بذاری، این مفتخوری رو کنار بذاری. حالا ایشون اومده چی کار کرده؟ این دوستان که احتمالاً یکم هم سنشون بالا هست، حالا که یاد گرفتن با این فتوشاپ و با پروگرام‌های دیگه چیزی درست کنن، مثل بچه‌هایی که شما قلم و کاغذ میدی دستش و میکشه، گاهی وقتا خط میکشه روی کاغذ، گاهی وقتا خط میکشه رو در دیوار، گاهی وقتا خط میکشه رو شناسنامه و اینها، شما بری باید عوض کنی. این دوستان هم اینجوریه. حالا ایشون برداشته نوشته، ما ببینیم این نوشته ایشون که اصرارم داره ما نشون بدیم و درباره‌اش صحبت کنیم، چه گرهی از مشکلات من و شما باز میکنه و چه فردای خوبی برای ایران درست میکنه. ما اینو بزرگترش هم کردیم، این گری خیلی معمولیه، سبز و سفید و قرمز. حکومت سکولار دموکراتیک و پارلمانی ایران با انتخاب جمهوری یا پادشاهی و قانون اساسی آن در هر 50 سال بیطرف در مقابل مذاهب و ادیان و عدم تصویب قوانین دینی در آن، با مساوات همه در برابر قانون و ممنوعیت تبعیض گذاری بین شهروندان، با حق تجمع، اعتصاب، تظاهرات، شکایت از هر مقام، تأسیس شرکت، حزب، اتحادیه و آزادی عقیده بیان برای هر کس، ضمن در نظر داشتن حقوق دیگران، با انتخاب دوره‌ای کلیه مقامات. آقا اینا همش شعاره. شما نمیبینی یه دولتی بخواد بیاد سر کار بگه من میخوام بیام نمیدونم بهتون جنسا رو گرون بدم، من میخوام بیام چوب تو آسینتون بکنم، من میخوام بیام آزادی های اجتماعیتون بگیرم. همه میگن ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، اینو میدیم، اونو میدیم. بعد که میان چی آخه شما برجاشی نوشتی، خیلی هم خوشحالی که فکر میکنی با این نوشتن دنیا رو آزاد کردی. آقا این چیزی که شما میگی مثل کدوم کشور؟ مثل انگلستان که ولیعهد عقب افتادهش
با دخترای زیر 18 سال بوده و حالا تازه خیلی به قول شیرازی ها هنونوی همت کردن میخوان کارهای دولتی نکنه. کارهای دولتی اینا که کار نمیکنن، اسمشونه که این آقا مثلا تو بورد توی هیئت امنای فلان شرکت ما اینقدر بهش میدن، حالا یه چند تا از این حقوقا رو میخوان ازش کم کنن. مثل کجا آقای شاهین دلنشین؟ مثل کدوم کشور؟ مثل آمریکا؟ آمریکا هنوز تا هنوز توی دادگاهاش با دستت بلند کنی قسم بخوری به انجیل که من راست میگم و غیر از راستم هیچی دیگه نمیگم و همشون هم دروغ میگن. آخه چرا مزخرف میگین؟ بعدم این مزخرف خودتون رو میخواین به دیگران حقنه کنی؟ نمیفهم آقای سربی، من دوست دارم از درباره این صحبت کنم. آقا صحبتی نیست، یه شعار بی خودی، یه دریمی، یه آرزویی که هیچ وقتم به حقیقت نمیپیونده. بعد شما برداشتی، حالا اون موقع شمشیر بود دست شیر، شما مشعل دادی دست شیر. بابا جون حیوانات از آتش گریزانن و میترسن، به همین خاطر شما وقتی میری کمپ اولین کاری که میکنی یه چند تا سنگ میذاری آتش را میندازی که حیوان شب که خوابیدی نیاد سراغت. حالا مشعل دادی دست حیوان، پشتش هم به جای خورشید آتش روشن کردی، حالا میگیم خورشیده. خب که چی آقا این شیر یعنی چی؟ اونا گذاشتن، حالا شما همینجور با تعصب بعدم میگه آقا پرچم سبز و سفید و فلانی که نمیشه عوض کن. آقا اینم مثل هزاران چیز دیگه عوض میشه، مگه پرچم کاوه آهنگر که یک چیز دروغی، یک چیز داستان مسخره، طرف پیشبند چرمین آهنگریشو برداشت و پرچم درست کرد و رفت و دیدید این انجمن پادشاهی همشون اینو میزدن، حالا هم یکی یکی رفتن. که اگر یه مملکتی برسه به اون آزادی، آقای مختار یه چیز قشنگی دیروز نوشته بود که هی اینایی که میان از گذشته میگن یه جوری در مغز بچه‌ها چی میکنن که گذشته بهشت برین بوده و فلان، اینها اینجوری نبوده، یه آزادی اجتماعی نسبی داشتیم ولی آزادی سیاسی و عقیدتی نداشتیم. این بیچاره حالا هر کی بوده هر جا شروع شده رفتن دنبال آزادی‌های خیلی ویژه به اینجا رسیدن، هم آزادی اجتماعی رو ازشون گرفتن. طرف میگه آقا 40 سال شما گفتید انجام تظاهرات با اجازه، خب بیا لیستشو بنویس ببینی سال اول چند نفر اجازه گرفتن، چند تا تظاهرات بود، سال دوم چند تا نیست. اصلا اینجا نیفتاده تو مملکت ما. اینا کی درست میشه؟ موقعی که من و تویی که اومدیم خارج هی تو فیسبوک به هم دیگه فوش ندیم. آقا این آقای فرزاد نیساری یه چی مینویسه، طرف میاد فوش بهش میده، نمیدونم پدر سگ فلان، اگر تو رضا شاه فلان نبود الان شپش تو سرت بود. آقا رضا شاه که شما میگی فامیل آورد، من خودش رضا شاه رضا میرپنج نبود، پس اسم فامیل بوده. من نمیفهمم، به یکشون میگم آقا این دروغا چیه؟ مگه خودش نرفت فامیل پهلوی رو از یکی دیگه دزدید کش رفت که اونا فامیلشون عوض کردن گذاشتن محمود؟ فکر کنم همون شاعران باشن که اصلا یه چیز خراب، یه چیز داغون. حالا دیگه این فیسبوک و این نمیدونم توییتر و اینا هم یه شده آلتی که ما این نادانیمونو به شدت به دیگران فریاد بزنیم، یعنی هی تو بلنگو بگیم که من احمقم، من نادانم. خب سلام به دوست عزیزم سربی. آقای واهی که اسکندری، چه دوستی عزیزم، تو که نمیای تو اینجا یه آهنگی بزنی، دو کلمه آهنگ درس این اون بدی که ما به جای چیزی دفعه گفتم دو سل دو دو سل دو دو سل دو، یکی نوشت آقا این آهنگ بابا کرم نمیشه، یه چیز دیگه باید بگی. در هر صورت چه دوستی ها، شماها نیومدین، شماها وظیفه هنرمندیتون رو انجام ندادید، کوتاهی کردید که آقا این مردم یه سری آدم عصبانی و دیوانه، مجری برنامهش از اونا دیوانه تر. باید بیاین حرف بزنید. آقا قرار نیست ما همه سیاسی باشیم، قرار نیست ما همه تظاهرات کنیم. تظاهرات میکنن، نامه براتون میاد، فردا بیان جلو کپیتال، جلو مجلس برای این، شما میخونی میگی آقا من اصلا کاری به اینا ندارم، میری. کسی فوشت نمیده چرا نیومدی؟ حالا اگه رفتی شاید یه ساندویچ هم اونجا بهت بده. راستی صحبت از ساندویچ شد، این آقای مهدی تبریزی یکی از دوستانش فوت شده، یک چیزی فرستاده و امشب
دور هم جمع میشم، اینم من براتون بخونم چون شامم میدن زمنان اگر. بعد یادی از یادگار. خب ببینیم این چی نوشته و راجع به کی است. این عکس رو من خیلی به نظرم آشنا میاد چون آدمای ایرانی رو شما توی این مجالس و این ورور میبینی، ولی بعض وقتا فامیلشون رو نمیدونی، بعض وقتا نمیدونی کجا بوده، چی بوده، دیدیشون. اینها بمانه. خانم جیلانی، یک بانوی، خانم الهه از تگزاس اگه اشتباه نکنم، که اون وقتا هم حمایت میکردن تلویزیون مردم، الان مدت هاست حمایت نکردن. و بعض وقتا من میگم خب لابد دیگه دوستان عاقل شدن، برنامه های تلویزیون نگاه نمیکنن. بعد میبینم نه، نگاه میکنن، حمایت نمیکنن. یعنی میشه بگی که عاقل که نشدن هیچ، گدا و خسیس هم شدن. ایشون پیام گذاشته، گفته آقای سوربی، آقای چمنارا چنین و چنان، ضمناً شما ما را هلاک کردی از بس گفتی خانم بهیه جیلانی میاد و ایشون نیومد. خانم جیلانی اگه اینجا هستید امروز چند دقیقه با شما صحبت کنیم، یا اینکه آخر هفته شنبه و یک شنبه، چون دو نیم به آقای فرزاد نیساری قول دادم، سه به آقای امیر حسین لادن، میتونیم سه و نیم با شما باشیم که میشه نه و نیم فرانسه. ضمناً امروز ساعت 16 برنامه آقای حسن ارشاد به دلیل مشکلات اینترنتی ایران به دست ما نرسیده. ما اگر ساعت 16 برنامه بذاریم از ایشون تشکر میکنیم و ویدیو ایشون رو بعد از برنامه میذاریم، اگر نه برنامه قدیمی ایشون رو میذاریم تا روزی که، یا تا وقتی که برنامه جدیدشون برسه. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بذارید من اینو بزرگتر کنم، شاید این عکس و قیافه و اینا رو شما ببینید، شما هم ایشون رو بشناسید. بله، میگن که در گذشت ناگهانی عضو خانواده دور همی جنت مکان مرحوم جمشید مجیدی را به اطلاع رسانیده و به همین منظور در جمعه شب امشب مطابق با 22 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در محل تالار هفتمین روز خاکسپاری ایشان به سوگواری می نشینیم. خب اولا این خانواده دور همی، یه فیلمی تو ایران را افتاد، بعد اینجا آقای اردوان روزبه برنامه‌ای گذاشت به این اسم، بعد دیگران کپی کردن دور همی. حالا دیگه شما وقتی یکی میگه دور همی نمیدونی این کیه کجاست. ضمناً اینجا آقای دکتر یوسفی وقتی از خانه ایران و اینها جدا شده بود و اینا، یه جایی باز کرد که مال آقای بهمن باتمانگریش بود که اونم مرد، و اسمشو گذاشت تالار ایران. حالا ایشون آقای مهدی تبریزی مهدیزاده گویا اسم اینجایی رو که دانشکده یه دانشگاه 26 بود و شب چیز بود به اصطلاح نوبل نایت، شب با شرفان و فلان، حالا اسمشو گذاشتن تالار. نکنید آقا این کارا، این کارا مردم رو گیج میکنید، مردم ما گیج هستن، گیجترشون میکنید. بمانه روز شنبه گذشته مراسم تشییع جنازه ایشان در میان تأثر خانواده و دوستان و آشنایان انجام شد. از طرف خانواده بزرگ دور همی به خانم بزرگوار ایشان مرجان خانم و همچنین فرزندان این شادروان حامد و الناز با قلبی آکنده از غم و اندوه تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای بازماندگان ایشان صبر جلیل و بردباری آرزو میکنیم. آقای مهدی مهدیزاده تبریزی و آقای اکبر حسنزاده شما را به شب هفت این مرحوم دعوت نموده و از شما دعوت نمودن در این مجلس شرکت فرمایید و ضمن تسلیت به بازماندگان و اظهار همدردی و صرف شام موجبات شادی روح این شادروان و تسلی خاطر خانواده مرحوم را فراهم نمایید. معمولا میگن آن به دور اشاره میکنه. بله، در این مجلس شرکت فرمایید، ضمن تسلیت به مازندگان هزار در مورد روح آن شادروان و تسلی خاطر خانواده مرحوم را فراهم
نمایند. ضمناً از تمام دوستان و وابستگان ایشان و همچنین آذربایجانی های این منطقه که اظهار همدردی نموده و در مراسم خاکسپاری شرکت نمودند کمال تشکر را داریم. مهدیزاده تبریزی و اکبر حسنزاده، آدرسشون هم هست 3606A Old Court House Road وینا ویرجینیا 22182. معمولا ما ایرانی ها وقتی میخوایم آدرس بدیم، بهترین لندمارک، بهترین نشونی نزدیک چلو کبابی هاست. این آدرس روبروی تقریبا یکم پایین تر از تو ایران میگم نرسیده به بانک صادرات. میگم آقا من اگه نرسیدم به بانک صادرات از کجا بفهمم شما اینجا هستید؟ خانم جیلانی نوشتن که اگه بشه فردا شب 9:30 و اینها. بعد یه چیزی هست تو ایران میگفتن من هستم ولی خستم، ایشون هم نوشتن که الان هم هستم اما خسته هستم. بله، مرده آن است که دستش بزنی جم نخورد. این آقای مانی خورسندی نوشته. اینو اون گروهایی که گروه های سیابازی وقتی میمدن معمولا اون سیاخان چیز اینو میگفت که میگو مردی مرده آن است که دستش بزنی جمع نخورد، و ما بیشتر اینو یاد گرفتیم. در صورت ممنونم از یک کاری که شما که با ما هستید. او قرار ما با آقای نیساری باشیم 2:30. آقای نیساری چرا زنگ نمیزنی کاکو؟ کجا هستی؟ البته ایشون یه دو بار ساعت و زمان ما رو با اونور اشتباه کردن. به قول دوستان ایشون اونور آب هست. اونور آب بعضی ها اونور لیک و پاند هم میگن، به اقیانوس میگه دریاچه یا میگه حوض کوچولو. بله بذارید ببینیم هستن آقای نیساری. آره ما اینجا وقتی مشغول حرف زدن میشیم دیگه زمان از دستمون در میره. بله هستن ایشون. اجازه بدید من تصویر ایشون رو به سیستممون بدم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار بدم و من هم مثل شما به حرفای ایشون گوش کنم و از ایشون یاد بگیریم، مخصوصا در باره جریانات اخیر ایران و نظر ایشون چی هست. آیا ایشون هم با من هم فکر هستن که این عکسای اینجوری یا این دعوتهایی که همیشه معمولا این اپوزیسیون ما یکی دو قدم پشت سر به جای اینکه آوانگارد باشن و در پیش این قبیله و حرکت باشن، در حرکت باشن وای میسن وقتی اتفاقی افتاد بعدن اینا صحبت میکنن. آقای نیساری همشهری عزیز، میکروفون در اختیار شماست. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید. بفرمایید و بگید که اوضاع و احوال چیه. به قول معروف این آقای جهان که هم کلاسی هم مدرسه ما بود میگه چه خبر از ایران. بفرمایید. بسیار عالی، با درود بر شما و سپاس از وقتی که به من دادید، با درود بر هموطنان گرامی هم، با درود بر معلمان و استادانی که به من درس زندگی و آزادگی را آموختند، با درود بر فرزندان و ستم دیدگان ایران، به ویژه فرزندان بی سر و پناه که دست روی همه آنها را از راه دور می بوسند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. همونجور که میدونید آیسوبی هفته بسیار پر التهابی داشتیم و جریانات دقیقا همونجور که گفتید به سوی میره که بیگانه در تلاش هست از آب گلالود ماهی های خودش رو بگیره. من یکی یکی اینها رو باز میکنم. ما مردم ایران به جان و به لب رسیدیم و شکی نیست که این رژیم منحوس رو به زیر میکشیم. در این هم هیچ شکی نیست، هر چه سریعتر بهتر، اما آزادی هرگز بی بها نیست و ما باید آماده باشیم که بهای این آزادی رو بدیم. در هر صورت همونجور که بارها من گفتم در برنامه‌های پیش، دندان به جای دندان و تنها زور است که در مقابل زور کار میکنه، یعنی با کنار ایستادن و بیعملی هیچ کاری به انجام نمیرسه. اینها رو وقتی در نظر داشته باشیم این هست که اگر بیگانه اجازه بده که این مبارزه ما به صورت راحت به کار خودش ادامه بده و بدون دخالت بیگانه بخواد حرکت کنه، مطمئناً ما به سرانجام و به مقصود بهتری میرسیم. اما اونها بسیار زرنگتر و همونجور که شما گفتید اپوزیسیون ما همواره چندین قدم، نه یک قدم، چندین قدم از مردم عقب بوده
و نتونسته سر به زنگاه اون به اصطلاح آمادگی رو داشته باشه و بیگانه هم از این عدم آمادگی بهترین استفاده رو کرده و در عرض 200 سال گذشته در حقیقت نقش و سیاست درون ایران رو بیگانه رقم زده. و همون جور که من هم بارها قبلا گفتم، اینها سیاستی دارن به نام سیاست جایگزینی، سیاستی هست که شاه به شیخ، شیخ به شاه، و بالاخره وقتی که نتونن بین شیخ و شاه به نتیجه برسن، ایجاد یک حکومت دیکتاتوری. اون حکومت دیکتاتوری حالا میتونه نامهای بسیار زیبایی به خود بگیره، مثل به اصطلاح دیکتاتوری کارگری، پرولتاریا، نمیدونم کمونیسم و سوسیالیسم و هر چی که شما بخواید اسمش رو بگذارید. منتها نتیجه این مبارزه بایستی به این ترتیب باشه، در این بازی این شطرنج و همونجور که قبلا هم گفتم در این جی جی بی جی که ما شیرازی ها بهش میگیم جی جی بی جی، در این شغل بازی ما مردم نشستیم این بر صحنه، یک اجدبی نشسته اون بر صحنه پشت پرده دستهاشو کرده توی این عروسک ها توی سر هم میزنن و دست آخر به اصطلاح اون کسی که قهرمان هست برنده میشه، ما هم کف میزنیم و آش همون آش و کاسه همون. این است که واقعا اینها اومدن آب رو بسیار گلالود کردن. همونجور که من قبلا گفتم و بارها میگم و در آینده هم خواهم گفت، چند چیز هست که بسیار مهم هست، اینها اساسی است. اینها درست مثل زمانی است که شما میخوای خوراک درست بکنی، بایستی همه چیزات و لوازمت رو آماده کنی در زمان مناسب، در مکان مناسب، نمیدونم چی رو با چی قاطی کنی و چیزهای مشابه این. اینها اجنبی در رابطه با این مسائل بسیار به اصطلاح تجربه داره، بسیار آزموده هست، با سیستم های اتاق های فکری بسیار سنجیده کار میکنه. چند پروفسور و دانشمند و غیره هم پشت این نشستن، چون کالایی که اینجا در حقیقت مورد نظر هست اون لحاف ملا نصرالدین، لحافی هست که با ثروت 10% ثروت دارایی دنیا در این سرزمین خوابیده و اینها به همین سادگی دست از این بر نمیدارند. حالا چه کار میکنند؟ همونجور که قبلا گفتم سر بزنگار که برسه که اینها ببینن که در حقیقت نفوذ نیروهای اپوزیسیون، نفوذ اون کسانی که به اصطلاح راهبر هستن و آینده رو میبینن داره بین اجتماع زیاد میشه، یا اونجایی که جرقه های خود به خودی مثلا میخوره، مثل همین جریان مبارزه به خاطر بنزین، در حقیقت به خود به خودی بود به خاطر که اینها این رو انجام دادند، اما ما مردم هم در شرکت کردیم و تا اونجا هم که تونستیم از خودمون توان گذاشتیم. حالا من پشت در ادامه توضیح میدم که بشه ترتیب. منتها در همین زمان اینترنت رو قطع کردن. ببینید چه جالب هست، این اینترنتی هست که صحبت‌های من و شما رو در هر کجای دنیا که هستیم، از شاخ آفریقا گرفته تا نمیدونم قطب شمال برگردیم تا قطب جنوب، هر جایی که ما صحبت کردیم، کشورهای فرانسه، انگلیس، آمریکا و روسیه تمام صحبت‌هایی رو که در 6 ماه گذشته شده ضبط کرده دارند. این سیستمی هست که سازندش ایران نیست، سازندش همون غربی هست که امکانات و ساتلایت و ماهواره و اینها رو داره، در اختیار داره که میتونه شیر اینترنت رو شل کنه یا سفت کنه. هیچ اینترنت در دست دولت ایران نیست. هیچ کسی منهای کسانی که در حقیقت آب در نورهای این اینترنت میریزن که به دست مردم برسه، قابلیت بستنی این رو نداره، برای اینکه این سیستم سیستم کابلی نیست، اینها سیستم های ماهواره‌ای هست که ایران ماهواره نداره که جلوی این ماهواره ها رو بگیره. حالا امکان داره شما بگید که بله اینها پارازیت میندازن و غیره و فلان بلان، اما اگر سیستم به همین سادگی بود، با تجربه ترین کشورها مثل آمریکا در فنون نظامی خودش به راحتی شکست میخورد و من این رو نمیپذیرم و قابل قبول هم نیست. حالا نکته بسیار جالب این هست که زمانی که اینترنت ما قطع شده، زمانی که مردم نمیتونن با هم دیگه تماس بگیرن، زمانی که شعارها بین مردم پخش نمیشه، زمانی که صحبت این که نه قرآن نه اسلام جانم فدای ایران بین مردم پخش نمیشه و مردم نمیشنون اینا رو، میان رادیو رو باز میکنن با چندین کانال، این رادیو رو در اختیار حاج رضا، حاج پسر رضا پالانی یا به قول شما پلوی، به قول بعضی ها جلی، و در اختیار اوشون قرار میدن. ما در حقیقت در عرض این چند روزی که این اتفاق افتاده، بارها با ما در خارج تماس گرفتن که آقا در مبارزه بر علیه حاج پسر رضا پالانی از این
به اصطلاح برخورد به اینها دست بکشید و بپذیرید که ایشون رهبر آینده ایران هست. ببینید چه جالب هست، اگر ما مردم ایران احمق بودیم، اگر جوانان ما انقدر احمق بودن که میتونستن با یک همچین به اصطلاح تنظیمات کاری، به اصطلاح تنظیمات کاری خودشون سر مردم ما کلاه بذارن، خود مسلمان موفق میشدن. مسلمان وقتی که مردم ببینن که صدای هیچ کس در نمیاد، فقط تنها صدایی که میاد به اصطلاح رادیوی حاج پسر رضا پالانی هست، حتی ممکن بود عکس ایشون رو هم در کره ما ببینن. حالا اگر این برش نمیدیدن، شاید اون بر تاریکش عکس ایشون رو چسبانده بودن. متاسفانه ششم کسی دوربین نداره بره اون پشت نگاه بکنه، ولی من مطمئنم اگر کسی میرفت نگاه میکرد، عکس حاج پسر رضا پالانی رو هم اون طرف کره ما انگلیسی و روسا و آمریکایی‌ها چسبانده بودن. در هر صورت مسئله به همین سادگی البته نیست، ما مبارزه میکنیم، ما به اصطلاح درگیر میشیم، ولی بسیار جالب هست. حالا من توی این بحثایی که میکنم توضیح میدم که جریانات به چه ترتیب داره پیش میره. اگر یادتون باشه چند ماه پیش که من در رابطه شروع کردم در رابطه با مسئله اسلام و شکست اسلام در ایران و اینکه تا اسلام در ایران استیلا داره ایرانی به پیروزی نخواهد رسید، حتی تنی چند از اقوام ما اومدن جلو و گفتن که غیر ممکن هست که شما که هیچ قشقایی، غیر ممکن هست که یک قشقایی دست از اسلام بکشه و غیر ممکن است که یک قشقایی پشت سر شما با این حرکت بیسته. حرکات چهار روز پیش به ویژه در مناطق قشقایی، به ویژه در مناطقی که قشقایی هستند، نه تنها به اونها بلکه به تمام مردم ایران نشان داد حوزه علمیه کازرون با آتش کشیده شد و حوزه مشابه اون در شیراز هم با آتش کشیده شد و دستش برسه تمام مساجدی رو، چند هزار مسجدی رو که حاج محمد رضا پالانی در ایران تأسیس کرد، همه اونها رو هم با آتش خواهیم کشید، به اضافه هر آخوندی که در درونش باشه. بنابراین این مبارزه در حقیقت این چند روز نشان دهنده مسائل بسیار زیبایی بود و اون مسائل این بود که اگر یعقوب لیث صفاری چند صد سال پیش توانست در مقابل خلیفه های اجنبی بایسته با دست خالی بدون رادیو با نون نمک خوردن، امروز فرزند ایرانی بایستی به خودش اطمینان داشته باشه که میتونه با وسائل بسیار مدرن‌تر ریشه این اسلام و ریشه استیلای اسلام رو از درون ایران بکنه. بحث ما جنگ با مسلمان نیست، بحث ما جنگ با استیلای مذهبی هست که مانند عنکبوت، مانند ملخی که وقتی ریخت هر چی رو که سر راهش هست میخوره، مانند عقربی که نیشش نه از راه کین است بلکه اقتضای طبیعتش این است افتاده به جان مردم ایران، این رو ما بایستی از بین ببریم و تا از بین نبریم آش همین هست و همین کاسه. بسیار جالب هست کسانی که میگفتن آمریکا پشت و پناه مردم ایران هست و این به اصطلاح سردمدارای اینها هم در چند هفته گذشته ما پشت سر مردم ایران هستیم، فلان میکنیم، بلان میکنیم، اعلان میکنیم، هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم. چرا در چهار پنج روز گذشته که مردم ایران با دشخیم رو در رو بودن، بیش از 3000 نفر کشته شده و اینها میگن 26 نفر، یکیش میگه 50 نفر، یکیش میگه 100 نفر، تنها در اون مناطقی که ما هستیم نزدیک 800 بسیجی رو اتبا انداختن، اون وقت فقط 200 نفر از بین رفته، بیش از 3000 نفر از بین رفته. منتها آزادی بی‌بهانه است، ما حاضر هستیم جان بدیم و حاضر هستیم مبارزه کنیم. البته مردم ایران و هم جزی از مردم ایران هستم. حالا برسیم بحثر این، در چهار روز گذشته این آمریکایی‌ها کجا بودن؟ زمانی که ترکیه حمله کرده به سوریه و مناطق کردهای سوریه رو گرفته، آمریکایی‌ها کجا بودن؟ اون همه قول و قرارایی که به کردها دادن کجا بودن؟ وقتی من به برادران کردم میگم که اتحاد، اتحاد اقوام و یک حفظ یک پارچگی ایران و در حقیقت آینده برادران کرد ما در موندن در کنار ما در یک ایران بسیار بزرگ است، به همین دلیل هست. وقتی من میگم من حاضرم پشت سر یک کرد ایرانی بیستم و اون بیاد به جای این که صرفا داره سرزمین قسمت خودش رو خود مختار کنه، کل ایران رو بگیره و به اصطلاح پیش ببره، ولی به نام یک ایران، به نام یک ایران متحد و یک پارچه، علتش این هست هیچ بیگانه‌ای حاضر نیست
دست از منافعش در درون ایران برداره. ولی بازیچه کردن مردم ایران به وقاحت بسیار بزرگی رسیده. اینها بیشترین به اصطلاح بی‌شرمی، بیشترین بی احترامی را به مردم ایران کردن و دارن میکنن و من بیشتر توضیح میدم. اما مردم ایران و به ویژه جوانان ایران همونجور که به شما گفتم حاضر نیستن که بیان گوشت دم توپ جمهوری اسلامی بشن. اگه یادتون باشه در چند سال جلسه گذشته صحبت بر سر این بود که چه آیا جنگ میتونه شروع بشه یا نمیتونه شروع بشه و من گفتم که جنگ در صورتی امکان داره شروع بشه که سوختش باشه، که جرقه هاش باشه، که نمیدونم اکسیژنی که بتونه به این تداوم آتش ادامه بده باشه، ولی جوان ایرانی حاضر نیست برای جمهوری اسلامی بجنگه. بنابراین سوختی که بایستی بسوزه تا این رژیم جمهوری اسلامی بتونه همانند جنگ ایران عراق با از بین بردن انقلابیون در حقیقت بیاد به بچه های ما تجاوز کنه و به این زندگی ننگین و زالوارش ادامه بده دیگه در اختیارش نیست. برای همین آمریکا جنگ رو شروع نمی‌کنه. یکی از دلایل اساسیش این هست. برای اینکه جوان ایرانی الان سرپاش ایستاده میگه آقا من میدونم چه خبر هست، من میدونم که شما درست هستید، من میدونم که شما نوکر اجنبی و بیگانه هستید و تا اونجایی که دستش برسه با اینها برخورد میکنه. بنابراین موقعیت موقعیت بسیار حساسی هست. به محض اینی که این موقعیت داشت حساس‌تر میشد، اجنبی با قطع کردن اینترنت با کمک به این دولت دست نشانده خودش در حقیقت ارتباط ما ایرانی ها رو هم در داخل و هم در خارج از بین برد و این ها در به اصطلاح همدستی خودش رو با این رژیم سرکوبگر و با این رژیم فاشیستی اعلام کرد. همونجور که من قبلا گفتم و بارها هم گفتم و بعضی ها شوخی میکردن که آقا مگر شما کی هستی که همچین حرفی رو میزنی؟ مبارزه با فاشیسم مرز نمیشناسه. ایستادن در مقابل فاشیسم و سر تعظیم آوردن در حقیقت خیانت به کرامت انسانی است، خیانت به انسانیت است. بنابراین هر کسی با هر اسلحه‌ای که در دست داره از سنگ کوچک گرفته تا چکاندن ماشه باید در مقابل اینها بیسته. ما جنگ ستیز نیستیم، ما آدم کش نیستیم، ما در دفاع از خود مجبور به این کار هستیم. در حقیقت خواست ما این است که اینها کنار برن و ما در یک انتخابات آزاد سیستم خودمون رو معین کنیم و سرنوشت خودمون رو خودمون دست بگیریم. ولی هر کسی که فکر میکنه که اینها به همین سادگی کنار خواهند رفت و بدون زور ما میتونیم این رو از اونها پس بگیریم، در ابهام بسیار بزرگی قرار داره. بنابراین اونهایی که در میان میگن که آقا نیازی به اینی که بیان کشته بدیم نیست، نیازی به اینکه با این رژیم درگیر سخت بشیم نیست و صرفاً بایستی کنار نشست و آرام آرام اینها را از کار برکنار کرد، سخت در اشتباه هستند. اما هموطن ما هستند. به هر حال اونها هم در توان خودشون از صحبت کردن گرفته، ولی باید به عمل برسیم. بدون عمل کار بر نیاید، به سخندانی نیست. حالا ما مسئله این است که بنابراین مردم ما نشون دادن در چند روز گذشته که در مقابل این رژیم سرکوبگر میستن. صدای من میاد اونجا؟ بله. مردم نشون دادن که در مقابل این رژیم سرکوبگر میستن. اگر یادتون باشه در تظاهرات های قبلی این جانیان با ماشین های به اصطلاح حفاظتی از روی مردم رد میشدن. در شیراز ما به اینها نشان دادیم، که ماشین های مردمی هم می توانند از روی بسیجی خائن رد بشن. هر بسیجی که اسلحه رو زمین گذاشت و با مردم کنار آمد بسیار عالی. هر کدام که نیامد با تک تک اونها اگر بشه با چنگ و ناخن هم می جنگیم و قلبه ها و دل اونها رو هم در میاریم. یعنی هیچ شوخی نبایستی کرد با اینها. ماشین های مردم از روی بسیجی ها رد شدن، ریختن داخل اینها. واقعا قهرمانانه مبارزه کردن. این بر مسئله کوچکی نیست. مردم ایران این بار نشان دادند که دست در گلوی شیر میکنن و حلقوم شیر رو هم میگیرن، لازم شد بیرون هم میکشن که باید بکشن. اما در بعضی موارد آیه سربی ما هنوز با اون تئوری مشهور وزیر دانا روبرو هستیم. نمیدونم شما شنیدید به اصطلاح مسئله وزیر دانا رو؟ بفرمایید تا یادآوری بشه. مسئله بسیار جالبی هست که پادشاهی
مردم به اصطلاح از دادن مالیات و به خزانه و اینها جلوگیری میکردن، پرداخت نمیکردن، ممانعت میکردن و پادشاه علارغم به اصطلاح گرفتن و شکنجه و زد و خورد اینها به نتیجه نرسیده بود و هر از چندی هم یک وزیر رو استخدام میکرد، اون هم مردود میشد، مینداختش بیرون تا اینکه رسید به جناب وزیر دانا. بله، وزیر دانا 5 قانون رو به اصطلاح تدوین میکنه و قانون اول تا چهارمش قانونی بودی که بایستی مردم مالیاتشون رو بدن، مالیات رو بایستی سر موقع بدن، مالیات رو باید به اندازه درست بدن، مالیات رو باید خودشون بیان با پای خودشون بدن که داروغه چی کسی نمجبور نشه دنبال اینا بیفته. و برنامه پنجم این بود که آقا حق به اصطلاح بیرون دادن باد از خودشون ندارن. پادشاه که این رو میخونه میگه آخه این جریان چی است که شما میگید؟ اصلا این چه ربطی به مالیات داره؟ میگه شما ما جناب پادشاه خاک پای شما هستم، اونم مثل این که سلطنت طلبه بوده دستمالش دستش بوده، میگه خاک پای نمیدونم فلان که هستم، شما سب کنید ببینید این جریان به چه ترتیب پیش میره. مردم شروع میکنن به دادن مالیات و چند ماهی از این مسئله میگذره و همه دارن مالیاتاشون رو میدن. پادشاه میگه من نمیفهمم این جریان این کار چی است. وزیر میگه جناب اینها اون توپاپ اطمینان هست، اینا میرن توی خونهشون بدون اینکه کسی اینها رو ببینه از خودشون باد در میدن، بعد وقتی میان توی بازار خوشحال هستن که یکی از قوانین شما رو به سختی زیر پا گذاشتن و اصلا به اون اهمیت نمیدن. مقابل هم که رویستن میگن شما چند تا باد دادی، اون میگه من 10 تا، این میگه من 20 تا و کسی هم زورش به ما نرسید. این جریان حالا ما کار ما به این ترتیب شده در داخل اجتماع. من اینو بارها گفتم هموطنان گرامی، زمانی که یکی از فرزندان ما رو این جرثومه های کثیف دشمن میگیرن و در مقابل شما به درون ماشین میکشن، به ویژه زنان ما رو، زمانی که دختران عزیز ما رو، ناز ما رو، فرزندان ما رو به توی ماشین میکشنن که دستگیر بکنن، ایستاده و داد زدنی که ولش کن ولش کن همون جریان سیاست باز دادن است. ولش کن ولش کن چیه؟ بایستی بزنید توی سر اون کسی که جمع میکنه که این کسایی که میان مردم رو دستگیر بکنن جرأت نکنن در میان مردم شرکت کنن. این مسئله بسیار مهمی است و من به شما قول میدم به مرور زمان که پیش بریم هر چه زودتر و هر چه بهتر بتونیم این مسئله رو حل کنیم و مردم هم روی پای خودشون بایستن. منتها همون جور که میدونید ما در چند سال گذشته از این حرکت ها بسیار داشتیم و بعضی هاشون مثل همین حرکت چند روز گذشته به اوج خودشون رسیدن. بارها هم من گفتم مبارزه با این رژیم آرایش قواست، همه بسته به آرایش قواست. اگر ما حتی 100 نفر مرد دلاور رو بیاریم و این 100 نفر رو به اصطلاح یک جنگی به 100 نفر به اندازه 10,000 نفر هم بجنگن، رژیم اسلحه داره، امکانات داره، 20,000 نفر رو جلو ما میگذاره و با اسلحه‌های سنگین‌تر هیچ تنش هم نمیگزه به ما حمله میکنه، همه رو هم رتو پار میکنه، همون جوری که به زنان و مردان ما در زندان‌ها تجاوز میکنه و هیچ حق و حقوقی هم برای کسی محترم نمیشماره و به دستور اجانب هم داره این کار رو میکنه. بنابراین ما رو آرایش قوا نیاز داریم، ما نیاز داریم جاهایی رو بزنیم، یعنی به اصطلاح بایستی مشخص کنیم نیروی ما چقدر هست، زدن به مردی، جستن به مردی، بایستی بزنیم، گیر نیفتیم، کشته ندیم، هم نیروم رو بایستی جایی بذاریم که اگر زدیم بیشترین خسارت رو به این وارد کنیم، اما به مال به اصطلاح مردم ایران ضرر نزنیم. مثال میزنم، مثلا پال زدن پالایشگاه، زدن نیروگاه، زدن جایی که به اصطلاح اینها دارایی مردم ایران هست، ثروت مردم ایران هست، اگر کسی اینجاها رو زد مطمئن باشید خود رژیم هست، مطمئن باشید این دست اجنبی هست، یا از حزب توده هست یا از چریکای فدایی هست، خلاصه هر جهت دشمن هست. منتها اونجایی که شیر لوله گاز هست، شیر لوله بنزین هست، شیر لوله نفت هست که این رو به بیگانه میفروشه اما پولش رو صرف خودش و به اصطلاح بچه مارزاده های خودش در خارج از کشور میکنه و به مردم ایران و فرزندان ایران چیزی نمیرسونه، اون لوله رو میزنیم، اون شیر رو بایستی بزنیم. آقای نیساری عذر میخوام از شما چون ساعت 3 شد و من چند دقیقه اشتباه کردم. اینها ببینید شما همون حرفی رو میزنید که ما بارها گفتیم، ولی این باید زمانی انجام بشه که قبل از این ماجراها هست،
نه موقعی که یه اتفاقی میفته. و ضمن الان دو تا از دوستان اعتراض کردن، یعنی سوال میکنن به اون حرفی که شما زدی، اگه لطف کنید روی فیسبوک بهشون جواب بدید. خانم دکتر جیلانی از پاریس نوشتن که یعنی شما میفرمایید که آمریکا اینترنت رو قطع کرده. بعد آقای اکبری که همشهریمون هم هستن از آلمان نوشتن که جناب نیسالی کم لطفی نفرمایید، دولت‌های خارجی هیچ دخالتی در قطع اینترنت نداشتن، این ادعا را شما بر طبق چه سندی میکنید؟ البته من بهشون میگم که سریای قبل قشنگ معلوم شد که شرکت‌های خارجی، اونایی که سرویس‌های تلفن و اینها میدادن به ایران، این کار انجام دادن. من به خاطر اشتباهی کردم و یادم رفت ساعت 2:30 با شما تماس بگیرم، سعی میکنم در برنامه آینده بیشتر به شما وقت بدم و با شما باشم. ولی اگه شما لطف کنید روی فیسبوک همین جایی که الان هستیم با دوستان تماس داشته باشید و جواب بدید، حتی اگر برنامه‌هایی دارید برنامه‌ها رو اونجا بنویسید، من ازتون تشکر میکنم. یا اینکه اگه میخواین با ساعت 4 با هم باشیم، که الان ساعت 3:01 است، یعنی 59 دقیقه دیگه من برگردم باز با شما باشم. من در خدمتتون هستم، یک مقدار صحبت دارم تموم نکردم، اگر امکان داشته باشه ساعت 4 برمیگردم، 15 دقیقه بیشتر نیاز ندارم. بسیار عالی، ممنونم از شما که شرایط ما رو اینجا درک میکنید. خیلی ممنون آقای نیسانی، زنده و پیروز باشید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیسانی بودیم. اجازه بدید که این وظیفه فلور دایرکتور و اینها از کارگردان به اصطلاح صحنه که به ما خبر بده تو دیگه وقت تموم شد برو اونجا، اینجا بعضی وقتا متاسفانه افسارم ول میشه یا یابو برم میداره و یادم میره با کی که ساعتی قرار داشتم، ولی خوشحالم که این دوستان درک میکنن و خوشحالتر این که حالا میریم سراغ آقای لادن تا ببینیم هم سفری که ایشون رفته. و قبلا هم گفتم در بین دوستانی که من میشناسم و در این 20 سال گذشته باهاشون صحبت‌هایی داشتم، خیلی کم دیدم یا شاید ندیدم کسی وقتی که میگه ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم با سازمان‌های دیگه هم در تماس باشه، ولی آقای لادن این رو نشون دادن و به همین خاطر هم این سفری رو که داشتند و رفتن. و حالا اجازه بدین که من ایشون رو هم تصویرشون رو بدم به کامپیوتر و بعد میکروفون در اختیار ایشون و من هم مثل شما بشینم و یاد بگیرم هم از صحبتهای ایشون هم از سفری که انجام دادن، چون میدونیم که اونجا نشستی هم برگزار شده. آقای لادن سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سرتاسر جهان، بفرمایید با شما هستید و خیلی مقدم، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگان و شنوندگانتون، خوشحالم که در کنارتون هستم. اشاره کردین به کنفرانس پاریس. برای آگاهی بینندگان، جبهه جمهوری دوم از 3 جریان تشکیل میشه: حزب ایران آباد، سازمان ایران لیبرال و اندیشکده آگاهی و شناخت. این کنفرانس از طرف جبهه جمهوری دوم برپا شده بود و ما در اون شرکت داشتیم. هدف این کنفرانس آگاهی رسانی، افشای رژیم اسلامی، به ویژه ببخشید نزدیک کردن کنشگران هماندیش و در پایان در راستای پشتیبانی از خواستهای به حق هممیهنانمون در داخل کشور. کنفرانس در محیطی دوستانه، صمیمانه، با موفقیت انجام شد و قبل از کنفرانس، بعد از کنفرانس جلساتی در چارچوب آنچه شما بهش اشاره کردین، یعنی نزدیک کردن هماندیشان، صورت گرفت. اگر پرسش دیگری درباره کنفرانس نباشه، میریم به اصل مطلب که امروز قرار بود در مورد بحران بنزین صحبت کنیم. بفرمایید. موافقین؟ بله بله. همونطور که میدونیم یه هفته است که هممیهنانمون برای خواستای به حق خودشون در اعتراض به گران شدن بنزین به خیابون ریختن و وارد صحنه کارزار شدن. این حرکت اعتراضی در نتیجه سیاست
نادرست و فرقه‌گرایی رژیم اسلامی است. میخوام این دوتا رو یکم با هم بهش نگاه کنیم. سیاست نادرست منظورمون چیه؟ که عدم وجود برنامه‌های عمرانی، سرمایه گذاری، عدم وجود سرمایه گذاری برای تولید کار، بی‌لیاقتی، فساد گسترده که اوضاع اقتصادی کشور رو با ورشکستگی رو فرقه‌گرایی رژیم به نظرم خیلی مهمه و اون اینه که اینا ارجعیت هایی که دارن ارجعیت ها غیر ایرانیه. سرمایه گذاری هایی که مورد نیاز مردم ایرانه در اختیار حزب الله لبنان، شبه نظامیان عراق، حکومت بشار الاسد و حوثی های یمن گذار و خزانه دولت رو صرف بیگانگان میکنه. حالا که به قول مردم کفگیرشون به تای دیگ خورده یا به تای دیگ رسیده، بار دیگه باید ملت ایران تونشو بده. اینکه مردم در خیابان ها هستن در مقابل زور و ستم حکومت سینه سپر میکنن تنها به خاطر گرون کردن بنزین نیست، بلکه کارت به استخونشون رسیده. بیکاری گسترده، گرانی و تورم، شکاف طبقاتی آنچنانی، بی‌عدالتی در تمام شئون کشور، تجاوز به حقوق طبیعی، انسانی و شهروندی به ویژه زنان ایرانی. اعتراض به گرانی بنزین میتونه تبدیل بشه به اون پر کاهی که کمر شتر رو شکست. مردم در اعتراض به گران کردن بنزین به خیابون اومدن، بنابراین تا رسیدن به این خواسته باید استوار و پابرجا باشن، یعنی ادامه بدن تا به هدفشون برسن، اگر نه یه چیز بیموردی میشه، یعنی تمام زحماتشون به هدر میره. ولی به نظر میاد بر اساس شعارها که ارزان کردن نرخ بنزین براشون کافی نیست. امیدواریم که اینو ادامه بدن که به اون خواسته برسن، ولی از شعارها این برا آدم اینو درک میکنه که این کافی نیست. چرا؟ میگن که دیکتاتور حیا کن، مملکت رو رها کن. این نشون میده که مسئله ربطی به بنزین نداره. دیکتاتور مملکت رو رها کن به بنزین ربطی نداره، یعنی تشخیص دادن که اصل مشکل چیه، از کجاست، از کیست و از چیست. هدف بزرگتر از افزایش بهای بنزینه، هدف برخورداری از حقوق اولیه انسانیه که بتونن به راحتی زندگی کنن، برابری، حق انتخاب، فرصت‌های برابر اقتصادی، برخورداری از حداقل‌ها. اینجا به نظر من باید به یک پدیده جدید توجه داشته باشیم. آنچه امروز مردم در مزن کنه، آنچه امروز در میهنمان رخ داده، ایده رو مرتب وادار به اعتراض میکنه و به خیابون میکشه، یک بیداری و آگاهی نسبیه. من چندی پیش مقاله نوشتم در این چارچوب که گفته بودم دوران نادانی سفری شده. میخوام جمله اول اون مقاله این بود: خوشبختانه امروز دوران نادانی سفری شده و ملت ایران از خواب خرگوشی بیدار شده و بخش عظیمی از هممیهنانمان از آگاهی نسبی و شناخت شرایط برخوردار میباشند. این یک مسئله بسیار کلیدی است، زیرا آگاهی آغاز آزادی است. و ما برگردیم به بحران بنزین. اینجا میخوام سه تا از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و اون اقراری رو که کردن با هم بهش توجه کنم. آقای حسن روحانی اقرار میکنه که وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه میشود،
چگونه باید کشور را اداره کنیم. یعنی چی؟ یعنی میگه ما نمیتونیم کشور را اداره کنیم. علی خامنه‌ای که مخالفت میکنه با مذاکره با آمریکا، میگه اینها بدعهدن و میگه هر گونه مذاکره با آمریکا قابل قبول نیست. نفر سوم محمد جواد ظریفه که میدونیم که مسئول و مأمور این فرجام، داره خطاب به همتایانش در اتحادیه اروپا میگه که فقط یک تعهد را نشان دهید که طی 18 ماه گذشته به آن پایبند بوده اید. یعنی اقرار میکنه که برجام عملا پایان یافته و شکست خورد. خب پس این سه تا از شخصیت های رژیم، دستندرکاران رژیم، اقرار میکنن که رسیدن به بنبست. ما خطاب من به الان آقای خامنه ایه که رژیم فقاهتی و جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده، یا باید تسلیم آمریکا بشین یا تا دیر نشده و شیرازه کشور از هم پاشیده نشده با ملت ایران کنار بیان، در شرایطی متعادل استفا بدین، کلید خانه مردم رو به ملت بسپارید و کنار برید. سپاسگزارم. این بخش اول گفتگو بود. گفتم اینجا مکس کنیم چنانچه پرسشی باشه، کسی مطلبی داشته باشه. خیلی ممنون آقای لادن. یکی از مشکلاتی که ما الان بارها شاهدش بودیم اینه که یه اشکالی پیش میاد، مردم میان به خیابونها و اینور اونور میگن که به دلیل اینکه رهبری نیست، برنامه‌ای نیست، این گونه به اصطلاح تظاهرات مثل مرغی هست که بدون سر حرکت میکنه ولی قدرت فکر کردن نداره، نمیدونه فردا چه کار کنه. نظرتون در این مورد چیه؟ این نشستی که شما داشتین با دوستان در این مورد یا موارد این گونه تصمیمی گرفته شده، برنامه‌ای هست یا چه باید کرد؟ اولا که بعد اشاره کرد که مسئله که ما بیایم تصمیم بگیریم نیست و کافی هم نخواهد بود، ولی همیشه باید راهنمایی ها و پیشنهاد هایی باشه. یه چیزی رو من در این چند لحظه پیش اشاره کردم بهش، اینجا بد نیست که تکرار بشه، و اون اینه که ببینیم که خیلی ساده، برای چی اومدن تو خیابون؟ برای این اومدن که دولت قیمت بنزین رو افزایش داده. خب پس بنابراین تا شما به اون دست بیابین بعد به اعتراضتون ادامه بدین. نه اینکه ما داریم به کسی میگیم برین تو خیابون، نه، شما اومدین تو خیابون برای اعتراض به گرانی بنزین، پابرجا باشین تا این دولت اینو به شما بده. اگر این کارو بکنین اولین موفقیت رو به دست آوردین، یعنی دولت رو مجبور به عقب نشینی کردین. حسن این کار اینه که اولا یه دلگرمی عجیبی برای همه مردم به وجود میاد و حتی بعضی از اونهایی که تو خونهشون نشستن و از دور شعار میدن میان بیرون. دوم این که امکان گرفتن حق بعدی رو به شدت بالا میبره. پس بنابراین یا نباید یک اعتراضی کرد یا باید حداقل یک بار ایستاد تا به اون نتیجه رسید، به اون چیزی که میخواستین دستیابی پیدا کنید. به نظر من این گام نخسته شد. بسیار ممنونم. خانم دکتر جیلانی میگن که جنبش با مبدل شدن شعار تغییر خواهد داد و رهبران خود را در مسیر پیدا خواهد کرد. من شخصا مخالفم با این. من میگم نه خانم جیلانی، اصلا اینجوری نیست، باید یه برنامه باشه. حتی همین حرفی که شما میزنید این به عنوان یه برنامه است که آقا خانم اگه آمدی، اگه یه روز از کارت فعلا داری ضرر میکنی، خب اگه به هدفت نرسی که یه روز ضرر کردی، ولی اگه وایسی 5 روز هم ضرر کنی ولی به دست بیاری، مثل اون کشوری که قیمت اتوبوس رفت بالا وایسادن، یا مثل هنگ کنگ الان چند ماهه میان و در صورت جواب ایشون رو چی میدید که شما برید رهبر پیدا میشه؟ ببینید در زمینی که اون امکان همیشه هست،
یه مسئله هم اینجا دارن میگن که اون خامه، اون کرم میاد بالاخره رو میاد روی شیر. اون امکان وجود داره که رهبر طی اون حرکت ها به وجود بیاد، ولی نمیشه به اون امید رفت چلو. مهمترین چیز اینه که ماهایی که ادعای روشن بودن، آگاه بودن میکنیم و در یک محیط دموکراتیک زندگی میکنیم و اون تناب‌ها و زنجیرهایی که به دست پای کنشگران داخل کشور هست به دست پای ما نیست، ما باید اون راهچاه‌ها رو در حد توانایی و شعورمون بدون کوچکترین چشم داشتی در اختیار کنشگران داخل کشور و هممیهنانمون بذاریم، صداشون باشیم، پشتیبانشون باشیم و کمکشون کنیم. این حالا دیگه اسمشو من اسمشو نمیذارم رهبری، اسمشو میذارم راهبری، راهنما بودن، کمک کردن. رهبر طی یه پروسه به وجود میاد. یه اشاره بعد کرد اینجا به انقلاب 57. شما نگاه کنین که رهبری وجود نداشت به اون صورت. ما اون چیزی که بعداً اسمش رو گذاشتن انقلاب اسلامی، اون پس از آغاز، یک سال پس از آغاز انقلاب بود، ولی چی بود؟ گروه‌هایی بودن که با تمام قدرت به خاطر خواسته هاشون فعالیت میکردن. یه عده چپی بودن، یه عده بودن که وابسته بودن به جبهه ملی و 25 سال بود که مبارزه میکردن و خواهان این بودن که شاه باید طبق قانون اساسی سلطنت کنه نه حکومت. قانون اساسی باید برقرار بشه، نماینده های مجلس باید از طرف مردم باشن نه اینکه از طرف ساواک و دربار و غیره. ولی علت اینی که، یعنی در ضمنی که اینا خیلی مثبته، مبارزات مردم بسیار عالیه، ولی چون که برنامه جایگزینی وجود نداشت به کجراهه کشیده شد. اینی که من دوباره اشاره کردم به این که در خارج از کشور میشه راهنما بود، میشه راهبر بود، میشه برنامه داد، همینه. یعنی باید یک برنامه جایگزینی مشخص و شفاف وجود داشته باشه که اگر بیاین اینطوری نگاه کنیم، بگیم که مردم توی خیابون موندن، به اعتراضات خودشون ادامه دادن و حکومت عقب نشینی کرد و قیمت بنزین رو برگردون به روز اولش. خب ببینید با این کار شما ببین چه قوت قلبی به ملت میدی، ببین چه جشن و سروری به وجود میاد و بیشک یه عده میان بهشون کمک میکنه. اون موقع است که میشه گامهای بعدی رو برداشت. من ساکت میشم چون چه حرفی هست. آره، چند روز گذشته و این قبلا هم بود، مثلا وجود شهری به نام دیزل آباد که ایران به دلیل همین عدم مدیریت اقتصادی و اینها قیمت سوخت و بنزین و دیزل از کشورهای اون منطقه ارزونتره و تبدیل شده به یک قاچاقی که بعضیا به جایی که کار کنن، حتی من یادمه اونجا که بودم 5 سال بعد از انقلاب، ماشینای ترکیه که می اومدن اینا زیرشون تانکایی درست کرده بودن که از این ور که نمیدونم وسیله می آوردن از اون ور خالی بر نگردن. چی بار می زدن؟ گازوئیل 100 لیتر 24 تومن 100 لیتر 24 تومن، 2008 شایی. و الان آخوندا میگن یه دلیلی که ما این کارو کردیم به دلیل اینه که میخواستیم قاچاق رو کنترل کنیم، ولی درست نتونستن به مردم بگن. این گزارش ها رو شما دیدید؟ ولی ببینید فراموش نکنین که ما میگیم که غریق، یه مثالی داریم دیگه، میگه غریق دست به برای نجاتش به پر کاهی متشبث میشه، یعنی میخواد اون با پر کاه خودشونشون نجات بده. اینها در حال غرق شدن هستن. اینها نه پول دارن حقوق کارمندا و کارگرا و نمیدونم نظامیا رو بدن، نه توانایی فروش دارن و اگه بفروشن توانایی ندارن پولشو بگیرن. یعنی واقعا رسیدن به پایان خط.
اینا الان در حال غرق شدن هستن. اینی که اتفاقا خود این یکی از دلایلیه که باید ما استوارتر باشیم. من تو برنامه با شما چندین بار اینو اشاره کردم که من اعتقاد ندارم که ما که در خارج کشور هستیم حق داریم به مردم ایران در داخل کشور بگیم بیاین تو خیابون بنام اعتراض کنیم، بره حرکت کنیم. ما این حق رو نداریم. ولی چیزی که مسلمه اینه که به صورت راهنمایی میتونیم بهشون بگیم هم‌میهنانمون یا به یک اعتراضی دست نزنیم، یا اگر دست زدین و خواسته ای داشتین پابرجا باشین تا اون خواسته رو به دست بیاره. گام اولینه. بسیار ممنونم. اجازه بدید از آلمان خانم نیر قربانی ایروانی که من ایشون رو به عنوان خواهر خدا همیشه صدا میزنم نوشتن که جناب لادن کاملا درست میفرمایند. خانم دکتر بهیه جیلانی میگن که جنبش میگن انقلاب ها از مشکلات اقتصادی آغاز میشوند ولی بعد تبدیل به شعارهای سیاسی میشوند. بعد میگن هرگز نظام این کار رو نخواهد کرد. نمیدونم منظورشون چیه، لابد جا بزنن و اینها. بعد میگن من قاچاق بنزین را از تهران به آذربایجان دیدم. بعد آقای اکبری از آلمان برای شما نوشتن که آقای لادن، نظر شخصی من این است که رژیم آخوندی به هیچ عنوان با زبان اعتراضات و اعتصابات کنار نمی رود و فقط با سیستم قذافی و صدام حسین و یا یک کودتا ممکن است از بین برود. نظر شما چیست؟ سیستم قذافی و صدام که دخالت کشورهای خارجی بود، شما نقشی برای کشورهای خارجی میبینید یا اینکه مردم اگه بخوان خواسته ای داشته باشن؟ مثلا ترامپ واقعا خیلی مسخره گفت اون کسی که مسئول ارتباطات در ایران هست حالا ما اونم گذاشتیم جزو تحریم. اصلا اونا میخندن میگن مگه ما احتیاج داریم بیایم آمریکا؟ ما این همه کشورهای دیگه هست که به خاطر پول به ما پاسپورتای قلابی میدن، به اصطلاح تابعیت اون کشورها رو میدن، من جمله همین کانادا بالای سر ما. نظرتون چیه؟ آیا مردم باید منتظر کمک های دولت های دیگه باشن یا نه الان سالها صحبت از این میشه که خیلی ساده میتونن ماهواره بدن به مردم که به اصطلاح این ارتباطات دست آخونده نباشه. قبل از شما هم با آقای نیساری صحبت میکردیم، ایشون میگو که آخونده نمیتونن اینترنت رو قطع کنن و قرار با ساعت 4 با ایشون صحبت کنم. ایشون باور دارن که کشورهای دیگه دخالت میکنن در این موارد. ببخشید زیاد شد، ولی خب شما یکی دو هفته نبودید، تقصیر منم بوده. دوستان سوالات زیادی دارن، بفرمایید. نه حتما. ببینین همجوری اشاره کردین چند تا مطلب اینجا بیان شده. نخست این که اینو نگاه، وقتی این دوتا مثالی رو که زدین راجع به لیبی و عراق نگاه کنین به این که نتیجهش چی شد. دوتا کشور متلاشی در بداغون ناام و مردم و آواره و بیچاره. پس بنابراین اونا مثالهای خوبی برای ما و الگوهای خوبی نیستن. دوم این که اینو یه جوری باید برای خودمون تفهیم کنیم که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشون هستن، یعنی نه ایران و منافع ملت براشون مهمه و نه اینکه ما دموکراسی داریم یا دیکتاتوری. و همینجوری دیدیم اینا نه تنها از دیکتاتوری در ایران سالهای سال حمایت و پشتیبانی کردن، حتی اومدن برای ما دیکتاتور سازی کردن، 100 سال این کار رو برای ما انجام دادن. دوما این که میبینیم که در نتیجه مردم اونجا به حساب نمیان. من به هیچ عنوان، من دارم فقط نظر خودم میگم، به هیچ عنوان با دخالت بیگانه موافق نیستم و تا اونجا که بدونم باش مبارزه میکنم، مقابله میکنم و همینطور که با قلم و با سخن این کارو مرتب کردم. باید این به دست ملت ایران باشه. اینی که میگین بدون نمیدونم مسلح بودن به نتیجه نمیرسه، با اون هم من همراه نیستم. شما نگاه کنین که ما چندین و چند
هم در طی چند سال گذشته، تاریخ نچندان دور، همین که طی 100 سال گذشته در کشورهای مختلف در دنیا اعتراضات مدنی به نتیجه رسیده. همینی که بهش میگن نمیدونم انقلاب مخملی، انقلاب سبز، انقلاب توسی، ایناست. یعنی اگر ملت بیاد بیسته و ثابت باشه میتونه به نتیجه برسه. من همه ترسم از اینه که ما یه بار دیگه بیایم انقلاب بکنیم، سرنگون بکنیم، ولی برنامه جایگزینی مشخص نداشته باشیم و باز بیفتیم به کشراهه. و این سه بار در میهنمون اتفاق افتاده. یعنی ما باید از تجربه تاریخی بیاموزیم. شما فراموش نکنین که انقلاب مشروطه نتیجه ده ها سال گام به گام اندیشه نو، یک اصلاحات جدید بود و موفق شد، ولی به خاطر اینکه ما آگاهی کامل نداشتیم، برنامه درست نداشتیم، به کجراهی کشیده شد و شد مشروعه. یعنی رفت به چاه چاله مذهب. بعد اومدیم به 28 مرداد. یعنی حرکت جنبش ملی کردن نفت و بیرون کردن انگلیس و دست اونها را از گریبان ملت برداشتن بسیار کار درست و مثبتی بود، ولی باز برای اینکه در صحنه نموندیم، پشتیبانی نکردیم و منافع شخصی رو به منافع ملی و جمعی ترجیح دادیم، دستخوش کودتای آمریکا و انگلیس شدیم. میرسیم به انقلاب، باز همینطور. ما میگفتن اینو درست خاطرم هم و میدونم شما هم همینطور، که یه عده‌ای میگفتن شاه بره، هر کی میخواد بیاد بهتره. نیست اینطوری، نباید اینطوری فکر کرد. الان هم نمیشه گفت اینا برن هر کی بیاد بهتر. نه، باید برنامه جایگزینی داشته باشیم. میبخشید منم طولانی صحبت کردم. مسئله نیست، فقط صحبت من اینه. مثلا در نشستی که شما یا گرد همایی یا میتینگی که در پاریس داشتین، آیا در این موارد صحبت شد که اگر امشب آخوندها تصمیم بگیرن 40 سال ما بودیم و خوردیم و بردیم و کشتیم و دزدیدیم، هم خسته شدیم هم فهمیدیم به جایی نمیرسیم، میخوایم بریم، واقعا کی میاد جایگزین میشه و کی میتونه بیاد که مردم قبولش کنن؟ همینجا خانم جیلانی نوشتن درباره این که من گفتم بدون کمک خارج، میگن کدام خارج؟ اروپا که 100% با ماندن آخوندها در قدرت موافقن یا میخواهن. بعد ایشون باز ادامه داده که با این حساب 300 سال دیگه هم اینها هستن، اینها را باید بیرون کرد. آخوند کجا میتونه بره؟ سوالاشون خیلی چند قسمتیه. و اون چیزی هم که شما راجع به قذافی و کشور لیبی و عراق گفتین، اتفاقا آخوندها هم از این مثالا استفاده میکنن که مردم رو به اصطلاح میترسونن و میگن اگر اینجوری بشه وضع شما هم اونجوری میشه. و آقای بها ابهری، اجازه بده اینو بخونم بعدن بگید، یا میخوام من ساکت میشم شما بگید؟ بله، آقای بها ابهری هم با شما مخالفت کرده و به طعنه نوشته که از آقای لادن انتظار دارید که ایشون بگه آره من با قاچاق بنزین مخالفم و جمهوری اسلامی در موردی حق داره. چه انتظار بیهوده‌ای آقای سوربی. آقای لادن هم مثل گروه های دیگه از قبل تصمیمش رو گرفته وقتی که میاد به اصطلاح مصاحبه میکنه. بعد خانم جیلانی باز اضافه میکنه همه آلترناتیو ها رو از بین بردن، آقای سهراب چمنارا هم به ما پیوستن. آقا من حسودی میشه به شما، وقتی من هستم خودم تنهای تنها، شما که میای همه این دوستان میان. آقای چمنارا میگه آفرین، جایگزین چیست؟ جواب فقط تغییر قانون اساسی است. حتما با ایشون آشنا هستید که ایشون باور داره تنها مشکل ما قانون اساسی آخونداست و با عوض شدن قانون اساسی مخصوصا در سال 2020 مشکلات حل میشه. من ساکت میشم، شما بفرمایید. اگر هر کدوم از این موضوعات به اصطلاح خواستید من میخونم که دوباره در مورد صحبت کنم. بفرمایید. حتما. ببینید، در پاسخ به اینکه اولا ما هر کدوم دید و برداشت متفاوتی داریم، ما برای اینکه چگونه باید یک مسئله رو به نتیجه رسون برنامه‌های متفاوتی داریم. من قبل از اینکه
بیام خدمتتون، یکی از دوستان یه پیامی داده بود که بدون اینکه ما مسلح با اینها بجنگیم هیچ راه دیگری وجود نداره. خب ببینید اونم یک دید و برداشتیه، یعنی هممون حق داریم که دید و برداشتمون رو داشته باشیم. و اما در پاسخ به اینکه اگر اینها بعد از 40 سال تصمیم گرفتن دیگه کافیه و برن کنار و چه کار کرد و چه کسی میاد، من با اینکه چه کسی میاد زیاد موافق نیستم. یعنی باز دوباره داریم نگاه میکنیم به اینکه میخوایم یه نفر بیاد و کاوه یا آهنگر یا رستم یا هر چیزی که ما رو نجات بده. ما دید ما، برداشت ما اینه که اگر ما اون برنامه جایگزینی رو داریم و یک عده این برنامه رو میپذیرن، بعد یک دونه حکومت، یک دولت موقت گذار تشکیل میشه و این دولت موقت گذار مثل یک پل میمونه ما بین جمهوری اسلامی و دولت بعدی در ایران. این پل میتونه دورانش باشه یک سال، میتونه باشه یک سال و نیم، ماکسیموم حد اثر اکثر باشه دو سال. ولی طی این دو سال، اول اینکه باید تمامیت ارضی رو حفظ کنه، امورات کشور کشور رو اداره کنه، همه کارهای اونطوری، ولی در ضمن داره یه کاری انجام میده. چون گفتیم دولت ائتلافی موقت که دولت گذار، فرض کنین 5 تا 4 تا گروه دید، برداشت، روش برای اداره کشور وجود داره. اون گروه ها، اون احزاب، اون جبهه ها بتونن آزادانه و برابر برنامه هاشونو طی این دوران گذار به مردم عرضه کنن، به مردم ارائه کنن، پرسش های مردم رو پاسخ بدن، بشینن با همدیگه جر و بحث و گفتگو و گفت شنود کنن که مردم بتونن تشخیص بدن کدوم اینا چی میگه و کدومشون درسته. پس از اینکه این دو زمان دولت گذار منتفی میشه، به پایان میرسه، اون موقع انتخاب دست مردمه. ولی فرق این انتخاب با اون انتخابای قبلی اینه که اون انتخابای قبلی، اون رفراندوم های قبلی گوسفندانه بود، یعنی هیچ آگاهی وجود نداشت جمهوری اسلامی آری یا نه. خب هیچ کس نمیدونستن جمهوری اسلامی چی چیه، چه ضوابطی داره، چه شرایطی داره. ولی ما داریم میگیم که ما 1 سال، 18 ماه، 2 سال زمان میذاریم، میایم تمام مسائل رو رو میکنیم، گفتگو میکنیم، پرسجو میکنیم که مردم بتونن آگاهانه انتخاب کنن و رأی بدن. فرقش اینه. حالا اگر گروه الف شد یا گروه ب شد، ماهایی هم که اگر گروه ما شده که هیچ، اگر یه گروه دیگه شده، ما نتیجه انتخاباتو میپذیریم، ولی میتونیم در کشور به صورت اقلیت فعالیت کنیم. یعنی مسئله یک پروسه است، مسئله فردی و شخصی نیست. ما دنبال بت‌سازی و بت‌پرستی نیستیم. ما سالهای سال، قرنها اینو داشتیم و نتیجه اون جور حکومتها یک کشوری عقب مانده، یک ملتی درمانده و یک فرهنگی آسیب دیده است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. دوستان نظرات متفاوتی دارن همونجور که شما گفتید و خانم جیرانی میگن قانونهای اساسی مشکل نیستن، حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی عملکرد مهم است. البته آقای چمنارا بارها گفتن که این آخوندها درست بر اساس قانون اساسیشون دارن جلو میرن، مشکل ما اینه که حتی قانون اساسی اینها رو نمیدونیم. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید، سوالی دارید، من وبسایت اندیشکده.net رو هم نشون دادم، صفحه آقای لادن رو روی فیسبوک هم نشون دادم و من قبلنم به شما گفتم که خب شما استراحت کنید چون روز جمعه حسابی با شما کار داریم. خیلی ممنون که با ما بودید. ضمناً خانم جیلانی باز نوشتن که دولت گذار داریم اما آقای شریعت مداری
کسی نداره که پلی باشه برای گذار. نظرتون راجع به این دولت گذار و اینها چیه؟ مثل که صدا و منظورتون شورای گذار یا دولت گذاره؟ نه ببینیم، من نظرم رو هم کتبن هم در صحبت ها چندین بار ارائه کردن در این مورد و خیلی خلاصه خدمتون بگم، چون که البته ایشون بعدن اومد مسئله رو عوض کرد در یک گفتگویی بعد از اینکه این تشکیل شد و منشورش رو داد بیرون، به شدت مورد انزجار و اعتراض قرار گرفتن و بعد اومدن عوض کردن، یه چیزایی رو طور دیگه بیان میکنن. ولی اگه برگردیم به آغاز شورای گذار، میبینین که تمام جدایی طلب ها و اونایی که میخوان ایران رو تکه پاره کنن در اون شورا وجود دارن. میبینیم که شورا برای خودش وظیفه تعیین کرده که اون 12 ماده آمریکا رو بپذیره، که ماده دوم یا سومش اینه که ایران باید خلع سلاح بشه. یعنی ما توی منطقه‌ای که پر گرگ‌های گرسنه است بیایم لخت و عریون بشیم بی‌دفاع در مقابل دشمن. شورای گذار از دید من، حالا میگم بعداً اومدن یک حرفای جدیدی میزنن، ولی اون چه در منشورشونه، اون چه در برنامه‌شونه، اون اشخاصی که در تشکیلاتشون هست، مغایر تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران، مغایر منافع ملی و دفاعی ایرانه. من به هیچ عنوان باشون همراه نیستم و نمیپذیرم اینجور اندیشه ها رو. ما هزار رو بدبختی توی میهنمون داشتیم، ولی حداقل تمامیت ارضیمون در یک چارچوبی حفظ شده. درسته که منافعمون متلاشی شده، به اون نتایجی که باید برسه نرسیده، ولی اونو نباید از دست داد. یعنی اصلا موجودیت ایران در اینه که تمامیت ارضی داشته باشه و یک پارچه باشه. البته ما امیدمون اینه که بتونیم حکومتی به وجود بیاریم که خواستهای مردم رو پاسخ بده و نیازهای جامعه رو برآورده کنه. هیچ تماسی اونها با شما یا شما با اونها داشتید؟ یا چون صحبت‌های آقای شریعت مداری رو اولا با ترکی صحبت کردن ایشون میذارن و درست همین حرفی رو که شما میزنید که هرچی جدایی طلب و اینها هست اونجا جمع شده اینو هی تبلیغ میکنن، هیچ جا صحبتی شده که مثلا یکی از اونها تماس بگیره و برای شما توضیح بده که نه اینجوری نیست؟ یا کلن نه، خود ایشون بعد از اینکه تشکیل شد، بعد از اینکه اعلام موجودیت کرد، بعد از اینکه منشورشون اعلام شد و تبلیغ شد و اونطوری مورد حمله قرار گرفت، ایشون اومدن توی بی بی سی یا یه جای دیگه و کاملا عکس اونو ارائه کردن. من یه خورده این موضوع برام شک و تردید به وجود میاره و میدونین که حرف مجانیه و آسون زدنش. بسیار ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه که از شما خداحافظی کنیم و آخر هفته خوبی براتون بخوام. سپاسگزارم، همینطور برای شما و همیهنانمون. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. با امید پیروزی. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. وبسایت ایشون هست اندیشکده.net و اگر مشکلی داشتین در تماس با ایشون میتونید از طریق تلفن ما، ایمیل ما یا صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تماس بگیرید تا ما تماس شما رو با ایشون به اصطلاح برقرار کنیم. آقای مجید افراخته از آلمان زیبا، آقا آمدم آلمان، دوبار آمدم در چند ماه گذشته، شما رو ندیدم، خیلی از دوستان رو ندیدم. یه بار بعد یه برنامه بذاریم، شما هم یه ساعت بیان، ما هم دو ساعت بیان وسط همدیگر رو ببینیم. آلمان که نقلی و کوچولوه. ایشون نوشته که سوال خوبیه دوستان، نوشته که به نظر شما آن که میزند ایرانی است یا آن که میخورد، منظورشون کتک زدن و باتون و چوب و این چوب، حزب اللهی ایرانی است یا شاه اللهی، پلیسی که میزند ایرانی است یا تظاهر کنندگان، سید علی خامنه ای ایرانی است یا شازده، فقط و فقط خردمندان مدیران ایران هستند که ایرانیان را به جان هم انداختند. قدرت و سرمایه نتوان و قدرت و سرمایه نتوان و
و نه شعور مدیریت دارد. خیزش کنندگان سرکوبگرانه خیزش کنندگان و سرکوبگران هر دو ایرانی هستند. هر کدام مضروب و کشته شوند با به ایران و ایرانی صدمه خورده. نتیجه خردمندان و مدیران ایران مدیریتی بر اساس احترام به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست پیشه کنید، وگرنه ایران را به نابودی میبرید. از من گفتن. خب دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر باز میریم سراغ آقای فرزاد نیساری تا دقایقی با ایشون باشیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم حضور داشته باشید، برنامه داشته باشید، برنامه مستقل خودتون داشته باشید، از هر حزبی، جنبشی، دینی، مذهبی، سیاستی که هستید میتونید اینجا صحبت کنید. به همین خاطر اسمشو گذاشتیم تلویزیون مردم، که بگیم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. ازتون خواهش میکنیم که حمایت هم یادتون نره. به این خاطر اسمش رو نذاشتیم مردم، که یه سری مفتخوری مثل اون روز طرف آمده، نه اسمی نه رسمی، از سان فرانسیسکو نامه نوشته که آقا چون فکر کردم تلویزیون مردمه پس پابلیکه، عمومیه، پس شما پیام منو به دنیا برسون، که ایشون بچه کوروش و بچه داریوش و بچه اسکندره. گفتم والا اینجوری کمی مادرت رو داری بدنام میکنی، مثل که همه سلام علیک باش کردن. و بعدم نوشته بودم براش که خب اتوبوس اینجا میگن پابلیک ترانسپورتیشن، مگه تو میتونی بری مجانی سوار بشی؟ اصلا پلیس میگیرت، تیکتت میده. مترو هم بهش میگن پابلیک ترانسپورتیشن. پابلیک که میگن یعنی میگن با پول مردم یه مقداری جمع میکنن، شما با خرج کمی. تلویزیون مردم هم اینجوری شده. حالا مردم کمک نمیکنن، ولی اونایی که حمایت میکنن و خود ما این کارو انجام میدیم. بله، میگن که ای بابا چرا با طبیعت آخوند کسی برخورد نمیکند و کسی حرف، هر کسی حرف خود را میزند. ما هم خواهان یک گذار با صلح هستیم، اما مگر با آخوند میشود؟ نه، شما بگید با چی، با کی، با چه برنامه ای. و این آخوندا، خانم جیلانی، باور کنید الان دیگه ثابت شده که اینا که از ماها خیلی ایرانی ترند. یعنی حالا هرچی میخوایم فوششون بدیم، بگیم تازی هستن، فلان هستن، اینا رو یه سری شعار بی خود را انداختن تو اینترنت و اینها، ولی اینا وایسادن اونجا تا پای جونشون هم وایسادن، تو جنگ هم رفتن جنگ کردن، حالا حقشون رو دارن میگیرن. اینا رو ایران به عنوان غنیمت برداشتن. اگه ما میخوایم بگیم اینا نرفتن جنگ، باز اقلا بلد بودن کسان دیگر رو بفرستن جنگ. اگه اون بیچاره هم کشته شدن، خب برای اینا چه بهتر، سهم اینا بیشتر شده. اینجوری احساساتی عمل نکنید. منطق، عقل، کاغذ، قلم بیارید، با برنامه بگید دو دوتا میشه چهار تا و بریم جلو. ولی برگردیم به اوضاع و احوال آمریکا. اوضاع آمریکا به شدت خرابه. آقای شاهین نژاد نوشته بود که زنگ بزنید به وایت هاوس. میگم آقا شما وایت هاوس خبر داری که هیچ کس نیست توش؟ وایت هاوس از خانه سیاه هم سیاه‌تر شده. چه کاخ سفیدی، این شده زندان سیاه. این مردکه رو شما ببینید این روزا چه حالت پریشانی داره. اون روز آمده بزرگ نوشته من بهشون گفتم هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام. تمام رادیو تلویزیون ها گفتم بله. بعد از این که روز قبلش اون آقا یا خانم ویسل بروور کسی که میاد یه چیزی رو رو میکنه، خبر میده و میخوان اسمش اینا مخفی باشه، حالا ببینیم میشه یا نه، گفتن بعد از این که این آمده و گفته، تو آمدی اینجوری گفتی و الا تمام اینایی که برای تو کار میکنن، چه از اون خانم دکتر هیل، چه از اون آقای سفیر به اصطلاح ایالات اروپا، همه اینا گفتن تو با پررویی خاصی گفتی این پول رو نگه دارید. به دو دلیل، یکی این که یوکرین داره با روسیه میجنگه یا میجنگیده اون موقع و این وسایل و پول و وسایل ارتشی هم برای اون میخواد. یکی دیگه این که شما میخواستی برای رقیبت به اصطلاح بگردی دنبال یه مسئله که برایش پاپوش درست کنی، مثل همون کاری که برای کلینتون کردی. و دیروز دیگه بدترین نوعش بود که دیگه آبروریزی کامل بود.
ولی اینجا متاسفانه اونی که طرفدار ترامپه، مثل این خواننده آقای صالحی، من دیگه امروز براش نوشتم آقا حق با شماست 1000%، من از شما عذر میخوام. چی بگیم آقا؟ من سالها پیش یادم میاد یه دوستی داشتم، هم کلاسیم بود، غلامرضا عبداللهی، بچه دروازه کارون کازرون. این میگفت که اون موقع اون نامزد داشت و گفت که با نامزدم رفتم بیرون دم پیتزا شاپ، منتظر سینما آریانا بودیم که فیلم شروع بشه، گفت کت شلوار نو و اینها، یک مستی که اونجا میرفت، یه آدم لات و مستی آمد، ببخشید، در جیب من باز کرد، توف انداخت تو جیبم. گفتیم خب تو چیکار کردی؟ گفت آقا چیکار کنم باهاش، وایسم دست بیاقه بشم؟ حالا من با نامزدم، این یه دختری بنده خدا وحشت. گفت قشنگ در جیبمو فشار دادم، محکم بستمش که دست نکنم اشتباهی داخلش، و رامو کشیدم رفتم. این ترامپ، اون لات و مسته، اون اطرافیانش، اون توفی هستن که ممکنه به شما و من بندازه. من و شما که نباید وایسیم باهاش دعوا کنیم، با رامونو بکشیم بریم. آقای عباس صالحی مزخرفاتی چپ و راست برای من پیغام گذاشته، بعد میگه نه خیر آقا شاه اینجور میگه. آقا این شاه اصلا نابغه بود، ولی شما من بگو این شاه نابغه با این همه پول نفت چرا مملکت رو داد به آخونده و در رفت؟ جواب نداره. بله، میگن که ما روبروی هم خواهیم ایستاد و شوخی هم نداریم. منظور شما از ما کی هست؟ روبروی هم خواهیم ایستاد کی هست؟ خانم جیلانی، اون بسیجی هم ایرانیه. اتفاقا بسیجی آدم بدبختیه که چه در زمان شاه اوائل انقلاب بدبخت بوده که رفته بسیجی شده، چه در زمان آخوندا هم به اینا نرسیدن که از بی پولی رفته بسیجی شده. با اینها چه میخواهید بکنید؟ اینو باید تکلیفش رو معلوم کنید. اینو باید شما اگر با آقای شاهزاده امیدوار هستی، آقای شاهزاده بیاد بگی من از این پولی که فلان جا دارم بسیجی نرو سر کار، من بهت ماهیانه پول میدم. من اینو دیدم، اینا این کار رو انجام دادن. آقای لادن میگه که انقلاب ایران بدون برنامه پیش رفت، وقتی موفق شد اینها آمدن جلو. نه عزیز من، اینجوری نبود. انقلاب ایران مساجد به عنوان پایگاه‌های ارتباطی درست مثل اینترنت امروز کار میکرد، شبنامه‌ها مثل تکست و ویدیو برای آخوندها کار میکرد. اینها با برنامه، والا بلا، اونایی که شیراز هستن، اونایی که تیپ 55 هوابرد بودن، اونایی که جزء کمیته مشترک شهربانی بودن، میدونن شبنامه که میومد عیان، فردا دست همه بود که صبح برید مسجد حبیب فلکه ولیعهد، وقتی حمله شد برید مسجد اونجا فلان. حالا آقای جوانمردی میاد میگه که خیلی مردم پیروز شدن چون آخوندان نمیتونن جلو اینا وایسن، چون این ور شهر رو میگیرن اون ور، بعدم چی؟ به اینا باید حقوق دو برابر بدن در شب، با پاداشش میشه سه برابر. آخه کسی که وضعش اینجوریه حالا نگران حقوق اینه که بسیجی ها حقوقشون اضافه حقوق میشه، اون میخواد زندگیشو نگه داره، میخواد پولایی رو که دوزیده تو 40 سال نگه داره. آقای جوان مردی یه نفر بشینه حساب کنه ببینه ایشون تا حالا چند بار گفته. آقا میگم، میگه شنبه اینا از بین میرن، بعد یکی احمقی از بهمن بیگ از آتلانتا میفرسته یه شنبه بیایم بریم در تظاهرات. میگم آقا اینا که خودتون گفتین شنبه از بین میرن، دیگه یه شنبه برین جشن بگیرید، بلند شین بلیطاتونو بخرید برید ایران، حخار رو پیدا کنید، اون شرکت هواپیمایی رو بیاره، 55 تا هواپیما رو ببره تو میدون شهیاد ایران، اونجا فرود بیاره. اشکال اینه، شما همین دو سه روزی که این شور و هیجان بود، شما به من بگو چند تا ایرانی سراغ دارید تو فرانسه، تو واشنگتن بلند شده باشن رفته باشن ایران؟ نداریم، نیست، ولی رفتن اون موقع. حالا طرف میگه که خب به اونها پیام دادن که برید، خبری نیست. چجوری شما نمیتونید از یک کسی پیام اطمینان بگیرید؟ چه کسی به خمینی پیام داد برو سوار هواپیما بشو ما نمیزنیم هواپیما رو؟ و چجوری اون به اینا اطمینان کرد؟ الان هر کسی به شما بگه
اگه یکی بیاد به رضا پهلوی بگه آقا بیا سوار هواپیما بشو ایران، ما گارانتی میکنیم که هواپیماتون رو نزنیم، رضا پهلوی باور میکنه اونا رو؟ خب اشکال داره دیگه. همینجوری که نمیشه بشینیم بگیم اوکی اون انشالله گربه است. شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب بود، این اعتراف بازرگان هست. بله شما کاملا درست میگید، آقای شاه و فرای پهلوی. حالا شما بیا به این خواننده تازه وارد در لاس وگاس که هیچ کس رو قبول نداره بگو که آقا این شاه بود که اینا رو در دفتر کاخ خودشون حقوق میداد، اینا رو آزاد گذاشته بود، دانشجو نمیتونست یک کتاب بخونه ولی اینا تو حوزه علمی قوم هر حوزه علمی هر غلطی میخواستن انجام میدادن و یکی یکی این مساجد زیاد شد، از نمیدونم اون چی بود مال حسینیه ارشاد گرفته تا دیگران. این از این. بله شاهزاده پول به کسی نمیده، تازه پیج هنری و عکاسی باز کرده دنبال فالوور میگشت. بله میگن انقلاب ایران داشتن از درون بیرون روی برنامه پیش میرفت. انقلاب ایران من متوجه نیستم، انقلاب 57 شما میگید، اگه اینو میگید کاملا درست میگید، هم از درون هم از بیرون. ولی شما ببین آقای جوانمردی میاد میگه ما دیشب در میتینگی که خیلی هم محرمانه بود، دروغ همشون ندارن، هیچ کسی رو ندارن که یه خبر درست به اینا بده یا بگن آقا اگه فردا تونستی 10 نفر بیار فلان جا، فقط دروغ میگن. میگم سالها پیش آقای بود به نام حمید رضا مهجور، این چند بار همین من گفت آقا من بیام تو برنامه، توی نگفتیم بیا، بعد اومد نشست گفت که ما 10,000 تا تانک پشت مرزهای ایران نگه داشتیم. بهش گفتم آقا شما تو ارتش خدمت کردی، میدونی یه تانک چند تا خدمه داره؟ تو ارتش یه جیپ قرازه روسی، اینو تحویل یه نفر که میدادن، بعد یکی دیگه باید مسئول اون یه نفر بود، یکی دیگه مسئول اون بود، تدارکات هفته یه بار بیان برن روغنشو نگاه کنن، روشن کنن، دور بزنن، لاستیکش اینقدر داره، این اینقدر داره. اینجوری نیست که 10,000 تا تانک. آخه به کلاق گفتن منار یه جایی گاه، احمق یه چیزی بگو که بگنجه. بله شاه نبود بلکه فرح بود. من با این خانم شعلا مهدوی بیشتر هم عقیده هستم که فرح بود عامل انقلاب، فرح بود و این امیر چی امیر عباس فخرآور با همه این نادانیش و جعلقیش و چیز یه دوتا حرف درست میزنه، یکیش همینه. فرح از زمانی که شاه اون ماجرای مصاحبه باربارا والتر رو نگاه کنی اشکش رو در آورد، بعدم شرح بعدم فرح گفت آقا منو کردی نایب السلطنه، این همه آدم با سواد و گذاشتی اون کنار، من یه شبه شدم سیاستمدار، یه دختر 20 ساله‌ای که درسش رو تموم نکرده از فرانسه آمده ایران و ممنوع الخروج بوده، یک شبه یه دفعه این شد دانا. خب وقتی که شاه دیپلم نگرفته، این خانم هم که درسش ناتمومه لابد این فکر کرده که بیشتر از شاه میدونه، خیلی اشکال بود. حالا شما بیا این آقای صالحی میگه که شاه سوئیس رفته، میگم آقا سوئیس منم از رو هواش رد شده، بعدم سوئیس چی حالا؟ یه چاکلتی داره و یک پنیر داره، مدرسه‌ش هم که هست، برید بیارید، برید پرونده این آقا رو بیارید. تو قرن 18 و 17 نبوده، تازه همون موقع هم اینا مدرک دارن، پرونده دارن، کلاس دارن، دفتر دارن، دستک دارن. شما برو دیپلم شاه رو بیا. آقای سرهنگ عقیلی پور میگه ایشون دیپلم نداره، آقای آریان پور میگه ایشون دیپلم نداره، آقای دکتر ناصر انقطاع میگه ایشون دیپلم نداره، و یه خواننده‌ای که هیچکرا قبول نداره فقط خودشو قبول داره آمده میگه ایشون دکترا داره از این ور اون ور. خب برید با اون دکترا خوش باش. جناب چمنارا فقط گفت گفتن فایده ندارد. آیا مدرک در این مورد دارید که بازرگان هم گور به گور شده؟ بازرگان اینو گفته بود خانم، هست مدارک اون چیزا هست. بله به آقای رضا پهلوی همین پیشنهاد شد و اولی سوال آقای شازده این بود که اگر نشد چگونه فرار کنی؟ این عیب نداره، اتفاقا اینی که شما میگی کاملا درسته.
آقای احمدعلی مسعود انصاری در مصاحبه با خود من توضیح داد که وقتی که پادشاه مراکش و عربستان سعودی و اون موقع صدام هم یه جورایی پول داده بود و قرار بوده اینا برن کیش و اینا، چون کیش آقا کاخ داشته اونجا، اولین سوالی که میکنه اینه که اگه نشد چگونه در بریم؟ اینی چشکاری نداره، به این میگن پلن بی، شما پلن بی داشته باشید. خیلی همون این کارو میکنیم، سوار هواپیما که شما بشه اولینی که بهت بگه اگه هوا چیز شد این لوله ها میفته اکسیژن بهتون میده، این پلن بیه. اگه افتادیم تو دریا نمیدونم این دوشک صندلی رو بردار بگی تو بغلت، این پلن سیه. پلن داشتن اب نداره، اتفاقا آدمای باهوش هستن که شما لاستیک زاپاس که تو ماشینت داری پلن بیه، چهار تا ماشین لاستیک داری پلن ای هست، اگه پنچر شدی پلن بی لاستیک زاپاس میزنی، که اونم احمقا برداشتن. ماشینای جدید دوستان لاستیک زاپاس نداره، ضمن اینکه دیدن خب خیلی‌ها بلد نیستن و توی آمریکا و اینا واقعا احتیاج نیست. شما شب و روز میتونید زنگ بزنید به این سرویسایی که میان کمکتون میکنن. ساعت 3:56 دقیقه است، 4 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای فرزاد نیساری، ولی این دوست ما از خلیج فارس دو تا چی فرستاد. یکی اینکه اون روز براتون خوندم که ایشون نوشته بود تمام این برنامه‌ها رو یه روزنامه عربی گفته خود آخوندها را انداختن که افراد رو شناسایی کنن برای سالگرد انقلاب. سالگرد انقلاب الان آذریم، اول آذریم، بهمن یه ماه خورده دیگه. و ببینم که بله، مثلا خانم شیوا محبوبی اسم ایشون رو شما کلیک کنید پیدا کنید، من با ایشون دو بار سه بار مصاحبه کردم. ایشون نوشته که I'm sure you are aware of the situation in Iran. من مطمئنم که شما از شرایط در ایران خبر دارین، از تظاهرات اخیر و اینها، و احتمالاً شما یک چیزایی هم خبرهایی به دستون رسیده. بعد ایشون از مردم سوال میکنه که آیا شما راهی به نظرتون میرسه؟ میگم خانم شما آوانگارد ما هستی، شما روشن فکر ما هستی، ای کاش خمینی و اینها هم به مردم میگفتن شما فکری به نظرتون میرسه، همینجور نشسته بودن تو عراق و توی کربلا و توی نمیدونم پاریس و از مردم نظرخواهی میکردن. الان که موقع نظرخواهی نیست، موقع اینه که شما دانشی که دارین، تجربه‌ای که دارین، با برنامه، با اشکال اینه که با همدیگه نیستین، همه تون میخواین تنهایی برید بعدم میگین همه با هم، نه همه بی هم شدید. بله، شما که اینقدر شجاعی اگر جای ایشون بودی چی کردی؟ منظورت به کیه؟ به منه؟ به کی هست؟ من کی گفتم شجاعم؟ من که از ترس فرار کردم اومدم نشستم اینجا، بعدم احتمالاً نمیدونم. آه، ریپلاینگ تو سهراب، بله ببخشید آقای سهراب چمنارا، آقای امیر ایبی، ایبی دیگه چه عیب داری؟ بله، شما که اینقدر شجاعی اگر جای ایشون بودی چه میکردی؟ سال 1979 من هم در فرودگاه ژنو نیم ساعت توقف داشتم. خب آقا شما سوئیس رفته هستی آقای اکبری، شما و من بی خود رفتیم خدمت کردیم، شما تو پادگان شمار 4، من تو تیپ هواول، من بیچاره تو دو تا تیپ، دو تا لشکر عین شاه، برای خودت میگشتی مثل درخت کریسمس از این بالا تا این پایین چی میذاشتی؟ از بس دیگه اینا سنگین بود مجبور بود اینجوری عقب بره، صاف را بره تو هوا برد، میگفتن کلاتونو بکشید روی ابروتون، دلیل داشت، وقتی اینو میکشی سرتو میگیری بالا چون نمیبینی، وقتی سرتو بگیری بالا قدت بلندتر جلوه میکنه. حالا بعد این بود که یعنی دشمن باید از قد بلند شما میترسید، وحشت میگیره. این مردی که رفته دانشکده افسری، فکر نمی‌کنم دو تا رژیم رفته بود، چه عکسایی میگرفتن با اسب و نمیدونم فلان و اینها، بعدم اینجا ازش میخندیدن مسخرهش میکردن، بعد به ما میگفتن شاهنشاه آریامهر هر جا میره مردم خوشحال میشن، آقا میخندیدن بهش مسخرهش میکردن، میگفتن درخت کریسمس آمد. خب بگذاریم، این بختیار بود که اجازه نشستن هواپیما شهلا خانم عزیز من، اون کی بود که سوار هواپیما شد و از اونجا تا اونجا پاریس تا ایران 5 ساعت پروازه، نه 5 ساعت پرواز. بعد حالا میگن که حتی اون مهمونداره که خمینی رو آورد پایین گفت شلوارش زرد کرده، آقا شما بی برو ما براتون دیپند میخریم که شلوارت هم زرد نکنی، نیست اون همت، اون غیرت، اون انتقامی که خمینی تو سرش بود نیست، کسی نیست. آقا این رضا پهلوی باید احمق باشه زندگی مرفه اینجا رو ول کنه بیاد بره ایران،
که بعدم پس فردا با ترس و با لرز با زن بچه بلاش فرار کنه. آخه قبول کنید. بعدم وقتی به دوستان میگیم کی میخواد بره، میگن شما نگران نباش. حالا فعلا یه طوری میشه، دو ساعت دوباره شد ساعت 4، من یادم نره آقای نیساری که بعد برام حرف در میاره، میگه آقا این همشهری ما دیوانه شده دیگه، ساعت و مکان و زمان و اینها از دستش در رفته. دوستان عزیز، چون ویدیوی آقای ارشاد امروز به دلیل قطع اینترنت نرسیده، معمولا ایشون چهارشنبه پنجشنبه یا جمعه میفرسته، چون نفرستادن ما سوء استفاده میکنیم و چند دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه با آقای نیس. آقا داری میخندی؟ چی گفتم که شما میخندی؟ بله، زنده باشید، زنده باشید. بله. خب خانم جیلانی میگه اعتقاد مذهبی خمینی را کسی نداره، فقط همه برای مذهب کشته نمیشن. خانم جیلانی، خیلی ها اون عقیدهی که دارن اتفاقا عقیده بیدینی و مذهبیه، ولی میرن براش کشته میشن. ولی نداریم، کسی ما نداریم، دروغ هم نمیگه. آقای نیساری عزیز، دنباله صحبتاتون و خانم نیر قربانی ایروانی هم که همشهری ما هستن، میدونید ایشون همسر صاحب آقای قربانی بوده که کفش ملی رو داشتن و برادرشون رو به جای ایشون اشتباهی اعدام کردن و اینها، و من ارادت خاصی دارم به این خانم قربانی به دلیلی که ایشون هم مدیر بود، هم به اصطلاح معلم و دبیر و اینها بودن در فرهنگ. من ساکت میشم، دوستان با آقای فرزاد نیساری هستیم، بفرمایید. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. با درود مجدد. ببینید سوری، در رابطه با اینی که اینترنت دست خارجی هست یا نیست، بله هست، کاملا هست. شما یادتون میاد که ایران در برای کشورهای خارج به اصطلاح چند برنامه تلویزیونی و شبکه تلویزیونی داشت و از زمانی که درگیر شدن با هم دیگه، تمام اون به اصطلاح ساتلایت ها و ماهواره هاشو قطع کردن و بنابراین دیگه همچین برنامه هایی نداره، و به همون سادگی که اونها رو قطع کردن، غرب به همون سادگی هم اینترنت دستش هست، تحت کنترلش هست، تولید غرب هست و هیچ ضمانتی در دادن به این به اصطلاح سرویس به ایران و ایرانی نداره، و وقتی که دید به ضررش هست، این رو از مردم ایران به اصطلاح چیز کرد، به اونها نداد. در حقیقت یکی از نمایندگان آمریکا در دبی یک روز بعد از این که این جریانات شروع شد، گفت دولت آمریکا به هیچ وقت سعی در تغییر رژیم جمهوری اسلامی نداره. حالا بعضی ها میگن که آقا این رو میگه که بهش ایراد نگیرن، ولی بارها در گذشته گفته که آقا میریم بر میاندازیم پدرتون رو هم در میاریم، بعد اومده زفی زیرش. ولی در اون زمان همچین صحبتی کردن و اینترنت رو هم ندادن، در حقیقت دست اینها رو بیشتر رو میکنن. مردم ایران نبایستی هیچ انتظاری از هیچ کشور بیگانه‌ای در رابطه با هیچ همچین مسائلی داشته باشن و راه رو بالاخره بایستی خودمون پیدا بکنیم. شما برنامه جالبی رو پیش کشیدید در رابطه با اینکه خمینی جرأت داشت بیاد داخل ایران. خمینی بهش نه تنها دولت‌های بیگانه تضمین داده بودند، بلکه از ارتش ایران هم برای حفظ جانش چیز گرفته بودند، به اصطلاح تعهد گرفته بودند، تضمین کرده بودند این رو براش. ارتش ایران تحت هدایت و رهبری ژنرال‌های آمریکایی بود، اگر نبود با اون وضع به مردم برخورد نمی‌کرد و تسلیم این رژیم نمی‌شد، و بنابراین آقای خمینی رو همون سرهنگ معزی که شاه رو بیرون می برده می آورد و بسیار هم شناخته شده بود، باز اوشون هم خلبان هواپیمای خمینی بود و ایشون رو برداشت و آورد در داخل ایران. و تنها اون نبودن، اکثر کسانی که در هواپیمای خمینی نشسته بودن از کسانی بودن که سالها تحت حمایت و به اصطلاح تعلیمها و آموزشهای CIA در مقابل کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور ایستاده بودن. یعنی در حقیقت از شاخه مذهبی هایی بودند که از عوام مشخص شده و تربیت شده. اینها یک سیستم بسیار پیچیده بود که CIA اینها رو جمع کرده بود، نه تنها در ایران، بلکه در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در جاهای دیگه. تمام اینها مشخص اسامی اینها هست و در مدارکی که CIA هر از 30-40 سال 50 سالی رسترا افشا میکنه در اینها اومده. به طور کامل اینها کسانی بودند که به
به اصطلاح قسمتی از همون آدم ها بودن که در داخل ایران خودفروشی میکردن و برای منافع آمریکا و CIA میجنگیدن. در هر صورت بنابراین نه تنها تضمین شده بود حالتشون، بلکه حقوق‌بگیر و دستنشانده اونها بودن و برای همین هم اومدن به این کار انجام دادن. حالا بعضی هم میگن خیلی همچین چیزی نیست، ولی با واقعیت این است که همچین چیزی هست. حالا برمیگردیم به سر اینی که این بسیجی ها، شکی در این نیست آی پارسا که ما به عنوان کسانی که آینده ایران در دستشون خواهد بود، منظور من از ما مردم ایران هست، موظف هستیم در مقابل همه خانواده ها، همه بازمانده ها، از بسیجی گرفته، از پاسدار گرفته، فرزندان اینها، خانواده های اینها، همه اینها از اهالی ایران هستند و هر دولت و حکومتی که سر کار بیاد بایستی به همون اندازه که از فرزندان ما نگهداری میکنه، از فرزندان اینها و از سلامت و تندرستی اینها هم نگهداری کنه. و هر کسی غیر از این بگه واقعا به ایرانی بودنش بایستی شک کرد. منتها ما در حال حاضر در به اصطلاح دو طرف یک خط ایستادیم. یک طرف خط کسانی هستند که میخوان تغییر رو برای بهتر انجام بدن، یک طرف خط کسانی هستند که میخوان این تغییر رو جلوگیری کنن و سوار مردم بشن، بدزدن، بشارپن، تجاوز کنن، تجاوز به ناموس و مال مردم کنن. و متاسفانه این آقای بسیجی درست همانند سربازی که زمان شاه در به اصطلاح در مقابل مردم ایستاده بود، اون بر خط اشتباهی ایستاده. هر چی ما بیشتر سعی کنیم که این سربازها رو به طرف خودمون بکشیم بهتر است، اما یک ذره مقاومت مردم ایران، یک ذره نبایستی نرمش به اینها نشون بده و بگه که آقا جون من گل در لوله تفنگ تو میذارم. خیر، هر کسی که به سوی مردم شلیک کرد، هر کسی که با مردم به زور برخورد کرد، مردم بایستی به زور برخورد کنن و قهرآمیز این جناب رو از سر راه بردارن. به مرور زمان میشه درست مشابه همون دو بسیجی در شیراز که وقتی دستور آتش به اینها دادند، افسر خودشون رو با تیر زدن و به مردم پیوستند. همین چهار پنج روز پیش. ما امیدواریم که هر چه زودتر به اون موقعیت برسیم، اما آینده ایران تضمین کننده تمام آحاد مردم ایران هست، منهای کسانی که بخوان اجنبی رو بر ایران تحمیل کنند و به ویژه بخوان فرهنگ بیگانه رو بر فرهنگ ایرانی و بر مردم ایران به استیلا بکشن و به اصطلاح به رهبری بکشن. مردم ایران فرهنگ خودشون رو دارن، مردم ایران از زبان خودشون رو دارن، مردم ایران آسایش و فکر و روحی خودشون رو میخوان و به بیگانه به هیچ وجه نیازی نیست اونا برن سرزمین های خودشون رو به اصطلاح آبیاری کنن و آبادان کنن. برگردیم به سر مسائل دیگه. ببینید، یکی از چیزهای خیلی مهم این است که شما میگید این صحبت‌هایی که میکنید چرا قبل از انجام نمیکنید. باید دید که دید ما نسبت این مسائل چی است. این درگیری های 4-5 روز گذشته چیزی نبوده که شروع شده و تموم شده و دیگه اتفاق نمیفته. به مرور زمان این حرکت ادامه پیدا میکنه، امروز پیدا نکرد 10 روز دیگه پیدا میکنه و بایستی اینها رو ادامه بدیم و فشار بیاریم، یاد بگیریم، به اصطلاح آموزش بدیم به هم دیگه. ولی این صحبتی رو که میکنیم که مردم ولش کن ولش کن بحث نیست و بایستی بازو، من در هر برنامه‌ای که بودم گفتم تنها زور است که در مقابل زور نیستد. بنابراین شوخی نمی کنیم، ولش کن رو که میگیم کار درست نیست، اون کار رو هم بایستی بکنیم، بایستی برخورد کنیم. ولی بایستی نگاه کنیم ببینیم که نوک تیز پیکان ما در کجا بایستی باشه. فرزندان ما، چه فرزندان به اصطلاح چند سال گذشته، چه کسانی که در برخوردهای چند روز پیش بوده، بسیاری از اونها گرفتار زندان هستند. بنابراین مهمترین کار ما این است که علاوه بر خدش وارد کردن به سیستم های اقتصادی همون جور که قبلا توضیح دادم به اون صورت، نه به هر فلسفه‌ای، علاوه بر این که بایستی سیستم های اقتصادی را از کار انداخت، بلکه باید درهای زندان را هم شکست. باید درهای زندان را شکست و مردم را از توی اول فرزندان خودمون را، عزیزان ما را که در درون زندان گیرین ها افتادن، بیرون کشید. هر چه زودتر این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم و عاجل هست. مسئله دیگر این است که دشمن هم ساکت نمیشینه و ما بایستی شناخت داشته باشیم از دوست و دشمن. بایستی ببینیم که آقا ترفندهایی که اینها به کار میبرن چی هست. اینها درست مثل آفتابگردان کار میکنن، هر روز به یک رنگ کار میکنن. دیروز به شکل فوقنوس و فرشگرد، روز قبلش به نام شورای نمیدونم ملی فلان، امروز به نام مدیریت شورای مدیریت گذار و به هر نام رسمی که میان اینها سوء استفادهشون رو میکنن. اون 14 معصوم آل عبا رو که من قبلا صحبت کردم، دو نفر از به اصطلاح
جاسوسان و دست نشاندگان رژیم، یکی آقای است به نام تبرزدی که من به این میگم تبرزده و یکی دیگرش محمد نوریزاده نوریزاد است. اینها هر دو خودفروش هستند. اینها اومدن تنی چند از معلمین بسیار فریفته ایران رو فریب دادن و تحتش به اصطلاح شعاره که ما میخوایم آقای خامنه‌ای رو کنار بذاریم، که هنوز رژیم سر جای خودش، در حقیقت تلاش این است رژیم رو سر جای خودش نگه دارن و صرفا بیان آقای خامنه‌ای رو کنار بذارن، یک احمق و آدمکش دیگری رو سر کار بیارن. اینها کار درستی نیست، از این نقشه ها زیاد میکشن. و مهمترین مسئله‌ای که در حقیقت هفته گذشته هم در کنار این اتفاقات اتفاق افتاد، دستگیری حمید عباسی بود، یکی از جانیان، یکی از شکنجهگران درون ایران بود. آقای ایرج مستاقی در حقیقت از خودش مایه گذاشته، ایشون واقعا کار درستی کرده در مرور زمان. فردی است بسیار با اندیشه، فردی است بسیار زرنوشتار و گفتار و همه چیز درست، و همیشه سعی میکنه که روی خط به اصطلاح راست خودش حرکت کنه. و به نظر من اینجور گوش میاد که آقای احمد کاووسی که ایشون هم یکی از وکلای به اصطلاح زبردست ایرانی در خارج از کشور هست، با به اصطلاح شناخت و با اصطلاح دوستی که به لحاظ سیاسی، ببینید وقتی ما میگیم که قوه‌های گوناگون بایستی از هم مبرا باشن و در کار هم دیگه دخالت نکنن، این همینه که آقای وکیلی که داره صحبت میکنه که میخواد عباسی رو به اصطلاح به سیخ بکشه، که امیدوار هم موفق هم بشه، و هر ایرانی که میتونه با آقای کاووسی با آقای مستاقی کمک بکنه، به نظر من بایستی قدم مثبت رو جلو بگذاره و تا اونجایی که میتونن این تلاش رو بکنن. منتها یادشون باشه اون وکیلی که میاد جلو و صحبت میکنه که شاه انسان درستی بود، شاه آدم درستی بود، شورای گذار که یک شورای بسیار تجزیه طلب و تفرقه افکنانه مردم ایران هست و به نظر من تحت رهبری بیگانه داره کار میکنه، اون هم شورای بسیار عالی هست، اینجا یک جای کار اینها بو میده. هیچ جای کار آقای ایرج مستاقی بو نمیده، هیچ جای کار گرفتن کسانی مثل حمید عباسی بو نمیده. ما بایستی همون جور که گفتم تلاش کنیم به اینها کمک کنیم و سعی کنیم که این جانی رو به اصطلاح به سزاش برسونیم و سعی هم کنیم که این جانیان رو توسط بیگانه نبایستی اینها به سزاشون برسن، البته در حال حاضر چاره نیست، ولی اینها رو بایستی یک روزی به ایران برگردونیم و در مقابل مردم نشون بدیم و واقعا اون چیزی که شایسته است تحویل اینها بدیم، مابقیشون رو هم بگیریم و به اونجایی که میتونیم بفرستیم. بنابراین صحبت این است که دوست و دشمن رو بایستی از هم تشخیص بدیم. یک مسئله جالب دیگری که در چند روز گذشته اتفاق افتاد و من الان چهار پنج هفته است که دنبالش هستم، این است که حرکت به اصطلاح کنترل‌ها در ایران به چه ترتیب است. اینها اومدن بعد از سال‌ها یک شاهزاده قاجار رو که ایشون رو هم به اصطلاح انگلیسی ها در آبنمه کابندن و در به اصطلاح سکه ترشی انداختن، به عنوان شاهزاده‌ای که میتونه در مقابل پهلوی ها بیسته آوردن، و ایشون هم مدعی شده که این پرچم شیر خورشید متعلق به ایشون هست. هیچ چیزی در ایران تعلق به هیچ فردی نداره بجز مردم ایران. بنابراین چشم و گوش ما بایستی باز باشه، تمام صحبت ما قشقایی ها و لورها و کردها به تمام اقوام دیگر این است که ما با هم معنا می‌دهیم و اتحاد ما حافظیت و حفظ به اصطلاح تمامیت ارضی ایران هست و مولای در این مسئله نمیره. امیدوارم همه ایرانی ها در این مبارزه ها پیروز شن با تداوم بیشتر، با آرایش قوای بیشتر، و همیشه یادشون باشه تخم مرغ رو وقتی که راست نگه می‌داری و فشار می‌دی شکستنش سخت است، ولی وقتی چرخش بهش دادی و از به اصطلاح اون باریکیش بهش فشار آوردی به راحتی میشکنه. این رژیم رو هم بایستی با فکر درست، با اندیشه درست، با نقشه کشی درست، با اتحاد درست مردمی و نیروهایی که واقعا ایرانگرا هستند، نه اونهایی که خائن و خودفروش هستند، با هم دیگه همکاری کنیم و کمر این رژیم رو بشکنیم. و من مطمئن هست که این کمر این رژیم رو هم خواهیم شکست. آینده به منی که ممکنه 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه از بین برم تعلق نداره، آینده به فرزندان ایران تعلق داره که خواهند ماند و هزاران سال دیگر در این سرزمین سکنا خواهند گزید. زنده و پیروز باشید. ممنونم از شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه‌های آینده شما رو بیشتر داشته باشیم و به صورت مرتب‌تر. خیلی ممنون آقای نیسادی. خوشحال شدم از وقتی که من دادید. زنده و پیروز باشید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. من صفحه ایشون رو یه بار دیگه نشون میدم، اونجوری که در برنامه بهتون نشون دادم، این
ایشون دو تا صفحه روی فیسبوک دارن، ولی همون اسمشونی که بنویسید فرزاد نیساری پیدا میشن این صفحه ها. یکیش فرزاد نیساری هست، یکی فرزاد نیساری دوستان. و اما گفتم که خانم الهه خانم پیغام گذاشته از طرفی آقای بذارید من اینو برگردنم اینجا، آقای خسرو بهرامی و خیلی بده، من اون دو سه هفته پیش ایشون رو بهرام خسروی صدا زدم. آخه من یه همکلاسی داشتم بچه کازرون بود، خسروی، سالها پیش توی هنرستان، و میدونید وقتی که فراموشی میاد سراغت میگن یادت نمیاد امروز صبح چی خوردی، ولی یادت میاد مثلا کلاس پنجم کجا بود، این کلاس پنجم چیه، پنج سالت که بوده عید که رفتی خونه عمود مثلا چی خوردی. در صورت میست که آلزایمر، هفت سایمرش فعلا اومده، باقیش مونده. آقای اکبری ببخشید الان دیدم نوشتن که خیلی جالبه شما دارید از ایرج مصداقی که یکی از توابین مجاهدین دفاع میکنید و کسانی مثل نوریزاد و تبرزدی را میکوبید که از درون ایران دارن مبارزه میکنن. فراموش نکنید نوریزاد هنوز در زندان است. آقای اکبری من چند تا مصاحبه با آقای نوریزاد کردم و خب قبلش آدم تماس میگیره و اینا، اون چیزی که من برداشتم اولا میدونید که نوریزاد با آخوندا بوده، پای و اساسشون بوده، همین تبرزدی هم با اونا بوده دیگه، یا بسیجی بوده یا هرچی. اینا وقتی سهمشون کم میشه شکایت میکنن. آقای رجوی با آخوندا بود، وقتی سهمش کم شد گفتن تو نمیتونی رئیس جمهور باشی، شاکی شد. آقای نوریزاد هنوز هم که هنوزه شاکی هست که چرا آخوندا و بچه آخوندا و سپاه و اینها کامپیوترشون و پولشون و وسائل و پاسپورتشون رو گرفتن و اینا ممنوع الخروج هستن. من اگه جای آخوندا بودم یه روز وسائل اینا رو پس میدادم تا من و شما فردا ببینیم ایشون اونجا وای نمیسه، از اونجا در میره میاد بیرون. الان که شما میگید اینا داخل هستن دارن مبارزه میکنن، اینا مجبورن که داخل باشن. این یک. و اما آقای تبرزدی، آقای تبرزدی هم مثل این آقای باطبی خودمون، والا این زندانی که میره و میاد مثل که خیلی وضعش خوبه. شما میدونید خود من و شما هم اگه یه جا میریم وکیشن، من بلند میشم میام آلمان، از صبح شب رانندگی میکنم این ور اون ور میرم، که بعد که برمیگردم قدر خونه رو بفهمم. به نظر میرسه اینا هم زندانی که میرن میرن که قدر خونه رو بفهمن، و الا این همه سال زندان، خرجی، زن، بچه، اونم مثل که یکی و دوتا و ستا و چهارتا زن و اینا ندارن، اینا تعداد زناشون از تعداد بچه هاشون زیادتره. اینا کارشون بو میده. میدونی من خیلی اختلاف دارم با آقای نیساری، ولی یه چیزایی رو درست میگه. از لحاظ ایرج مصداقی وقتی شما میگی تواب مجاهدین منظورتون چیه؟ یعنی در زندان مجاهدین توبه کرده یا در زندان آخوندها توبه کرده؟ خیلی از اونای دیگه هم هستن که اینور اونور میپلکن، از اون آقای هوشنگ اسدی خانمشه، اینا تواب بودن. به کدومشون میشه اطمینان کنی به کدومش نکنی، اینم یه بحثیه که اصلا خیلی از اینا رو که بودن تو این سیستما باید گذاشت کنار، و نمیدونم واقعا چه باید کرد، دنبال آدم جدیدی بگردیم که اونم 6 تا، بله 6 تا از یک زن لطفا. تبرزدی هم شد مبارز، خب اگر ما بتونیم با خانم جیلانی صحبت کنیم، ایشون آشنایی نزدیک داره با آقای تبرزدی، میتونه برای من و شما توضیح بده. حالا امیدوارم این ویکند دیگه درست بشه. بله منظورتون منوچهر خسرویان بچه کازرون است، پدرش با پدر من شریک و نماینده پارس گاز بودن. نمیدونم، شاید الان شما گفتی خسرویان، شایدم خسرویان بود. اولا این چپ دست بود و نه اون نبود، اون یکی دیگه بود، ببخشید، اون از خوزستان اومده بود، جنگ زده خوزستان، ولی خسروی یا خسرویان بچه کازرون بود. و تو ایران هم ما چون اسم کوچیک همدیگر رو نمیگفتیم متاسفانه یادم نیست که منوچهر بوده یا نه، ولی اگر هم سن من و شما هست و بچه هنرستان هم بوده، رشته برق بوده، دیگه خود خودشه. بله این از این. و ممنونیم از آقای حسن ارشاد که ناخواسته
از برنامهش استفاده کردیم امروز، چون ویدیوش نرسیده. حالا همون ویدیویی رو که هفته پیش فرستاده میذاریم که رو نوبت باشه. و هفته پیش ویدیویی هم از شاه ما پخش کردیم که توضیح میداد که چجوری این شاه هم واقعا هم به خودش صدمه زد، هم به خانوادهش صدمه زد، هم به مردم ایران. و اگه شما هم فیلم جالبی دارید با یه هزینه خیلی کمی میتونید از تلویزیون مردم پخش کنید. حالا بعض وقتا نگاه میکنید 10 نفرن، بعض وقتا 20 نفرن، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنید 500-600 تا میان. من چون دبیر بودم، ما دبیرا کلاسایی که خلوت‌تر بود راحت‌تر بودیم، چون می‌دونستیم که هم کنترلش آسان‌تره، هم اون دانش آموز، دانشجو، هنرجو بیشتر و بهتر می‌فهمه. و همین خاطر بود که می‌گفتن که فلانی معلم خصوصی گرفته برای بچه‌ش. حالا شما این تلویزیون مردم رو به عنوان کلاس‌های خصوصی قبول کنید، و البته همچین هم خصوصی نیست. 9000 تا روی مردم تیویه، 5000 تا روی فیسبوک خودمه که احتمالا همین 5 تا جز اون نوتام هستن، ولی دیگه همین هست که میبینید. حالا دوست داشتید بیاد؟ بله، میگه خودشه، بچه هنرستان رشته برق بود ولی وقتا فیل کرد رفت کازرون. شاید، چون دیگه آدم نیست که کلاس 12 و اینا با ما بوده باشه، احتمالا خودشه. بله، در صورت اگه میشناسی سلام منو برسون. اگه اشتباه نکنم من ساعت وسترن واچ شو زدم شکوندم. یادتون ساعت های وسترن واچ یه چیزی داشت مثل زنجیر اینجوری میزدی، ولی چه برنامه خوبی بود، اندازه دست همه میشد. من اگه اون باشه بهش بگو که شیشه ساعتت رو سوربی شکونده و بهت بده کار. حالا اینجا براش یه ساعت تایمکس 10 دلاری میخرم. دوستان عزیز، هدف تلویزیون مردم همینه که بیان یه جایی دوستانه. این آقایی که برای من نوشته بود بخونم برای شما، که تشکری هم کرده باشیم از ایشون، ببینم هست نوشتشون یا نه. نوشته بودن که آقای رضا پهلوی که ادعای سیاسی بودن یا رهبری نکرده. نه آقا، این حرف چیه؟ آقای رضا پهلوی در 21 سالگی سوگند پادشاهی اعلام کرده. بعد شما برو توی گوگل بنویس سوربی رضا پهلوی، وقت ببین چند بار من از ایشون سوال کردم که هستی یا نیستی. آقا شما به من بگو دبیر هستی یا نیستی، میگم امروز نیستم، یه زمانی بودم. حالا شما از ایشون سوال کن شاه هستی یا نیستی، بهت نمیگه، چون یه پولی قراره اون پشت بهش برسه. آقای به نام شهروز ساسانی، ایشون نوشتن آقای سوربی عزیز، رضا پهلوی ادعای مبارزه سیاسی نکرده. پس ادعای مبارزه چی کرده؟ قربونت برم، ایشون اون جنبش نمیدونم مدنی و اینجوری نیست عزیز من. اینا یه چیزشون میشه که از اون توقعی داشته باشیم، اما افرادی هستن که ادعا میکنن مبارز سیاسی بودن، در زندان جمهوری اسلامی زندانی کشیده و با اظهار ندامت از زندان آزاد گشته، معلوم نیست از چه مرزی از ایران خارج شدن و در حال در خارج. خب قربون برم، اگه طرف تو زندان بوده، ندامت، گو خوردم نامه، هر چی شما میگی پر کرده اومده خارج، حالا شما از این انتظار داری برگرده بره ایران؟ خب این انتظار بی جایی هست. این میگه آقا خیلی ممنون صرف شد، بنده بودم، من دیگه نمیرم، بستم همونیه. بله، اینم از این. و دستان ممنونم، ایشون میگن که و حالا تو خارج نشستن و به بچه های مردم میگن برین جلو گلوله. من میگم هیچ کس نباید به حرف من و دیگران جلو گلوله بره. بارها از آقای لادن تشکر کردم به این خاطر که میگه من نظر خودم رو میگم و به هیچ کس نمیگم شما این کار رو انجام بده. مثل اینه که من یه ماشینی خریدم، اتفاقا پریروز از این که پرسیدم آقا این نیسان کوست این چرا این چیه اینجا نشته 1-2-3، گفت این چون مینیونه اگه عقبش سنگین باشه بار بزنی وقتی میشینن توش میره بالا، چراغش رو شما میتونی تنظیم کنی. یادم افتاد به جیان سیتروئن ها، یادتونه از بس بیچاره لم و لوچه بود، دو نفر اگه مینشستن عقب این اینجوری میرفت بالا و یک کیبلی داشت شما میچرخوندی چراغ، خیلی سیستم خوبی بود، چراغش بالا و پایین میشد. این از این. و اما دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم ویدیوهای دیگران رو تا جایی که بهمون اعتراض نکنن نشون بدید با هزینه بسیار کم. از همه بهتر، شما هم میتوانید تا
تلویزیون مردم رو حمایت کنید بدون اینکه برنامه داشته باشید. همین مزخرفایی که من میگم بستتون باشه و بریم سراغ پیام این دوستمون از تگزاس. فکر کنم خانم الهه از تگزاس باشن. بذارید ببینم من پیام ایشون رو نگه داشتم یا نه. خلاصه پیامشون این بود که راجع به آقای چمنارا صحبت کرده بودند و راجع به خانم بهیه جیلانی. آها اینه، ایریا کد 972. ببینیم که بله. سلام مایستر بی، الهه هستم از دالاس. در برنامه 19 نوامبر آقای چمنارا درباره گران شدن بنزین و شلوغی ها گفتند که آخوندها شیطان رو دست میدن، بنابراین همچین اشتباهی نمی کنند. این برنامه را هم خودشان ترتیب دادن تا مخالفان را شناسایی و دستگیر کنند. این همین جمله را در سال 57 یکی از نزدیکان به دستگاه بعد از اولی راه پیمایی که در آن مرد برد شاه گفته شد بشکن زد و گفت. این برنامه را خود دستگاه ترتیب داد تا همه شناسایی و دستگیر شدن، دیدیم نشد. دوم اینکه با خوشترین جنایتکاران هم اشتباه میکنن. و سوم اینکه این خانم جیلانی هم دل ما را خون کرد و نیامد. روز شما خوش. ممنونم و اگه میتونید مثل قدیم حمایت کنید. ببینم من این پیام، نه این یه فیلمیه. این نیست این فیلمی که من میخوام راجع به بنزین و قاچاق بنزین، اون چیز دیگه هست. چیزی که هست اینا رو وقتی با اسم ایشون میذاریم بعد پیدا کردنش مشکل میشه، چون اسم ایشون رو میزنم چند تا میاد، هی یکی یکی باید نگاه کنم. تنبلی کردم نیومدم تاپیکش رو یا اسمش رو یا موضوعش رو عوض کنم. بذارید اینجا دوست ما از خلیج فارس. خبرهای امروز چی بود دوستان؟ من به بعضی از دوستان اینجا گفتم به احتمال زیاد این آخوندها روز جمعه اینترنت رو اینا رو وصل میکنن و از دیروز دیدیم که شهرهایی که نسبتاً آروم بوده اونا رو زودتر، و حالا ببینیم که اینترنت ها وصل میشه. ولی خبرهای آقای جوانمردی برای خنده خیلی خوبه، بخندید. مخصوصا ایشون با یه شور و حال و هیجانی میگه که آدم میگه آقا دیگه تو رو خدا خجالت بکش. و نمیتونم اون فیلم رو پیدا کنم، ولی فیلمی هست که راجع به گرونی بنزین، قاچاق بنزین هست. یکی از اگه میخواین این ماجرای دیزل آباد و اینا رو کسی گوگل کنه پیدا کنه که ببینه چجوری از مرکز و از شهرهای دیگه گازوئیل میبردن توی مرز نزدیک ترکیه و کشورهای دیگه، بلوچستان و سیستان و اینها، و اونجا چیز میفروختن، به اصطلاح قاچاقی میفروختن. و البته همه اینا برمیگرده به دولت بی کفایت و عدم مدیریت صحیح. دوستان ساعت 4:28 است. یه تلاش دیگه میکنم که این رو پیدا کنم ببینم میشه یا نه. خیلی ناراحت میشم وقتی یه چیزی رو میخوام پیدا کنم و نمیتونم. آیا این درسته؟ در استرالیا تفاوت پیری و ملکه گیری چاقو به استخوان خورده. خاک بر سر آخوندا میگفتن شاید مردم بهتر قبول کنن قیمت بنزین با حساب ارز. آها بذارید اینو بیاریم، فکر کنم این باشه. آها میگن با حساب ارز قیمت بنزین در ایران ارزان ترین در دنیاست، برای همین ارزانی از همه مرزها و از خلیج فارس بنزین ایران به خارج قاچاق می شود. این فیلم از مرز بلوچستان و قاچاق بنزین به پاکستان گرفته شده است. همین وضع در همه جا هست. شاید با این افزایش این تجارت متوقف شود، که البته راه درستش این نیست، هزار تا راه دیگه داره. آخ دوباره از همین فیلم هاییه که چون با تلفن گرفتن شما باید مثل اینا که شیره میکشن یه وری بخوابید 90 درجه تا اینو ببینید، یا ما باید قبلش ضبط میکردیم میدادیم به دستگاهمون 90 درجه بچرخوننش.
پس همگی با هم بریم اینجوری این ویدیو رو نگاه کنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه های دوشنبه و چهارشنبه 50-50 به قول شیرازی ها شاید بیاین گاسم نیاین. جمعه ها 99% حتمیه. حالا سعی میکنم شنبه یا یه شنبه با خانم جیلانی باشیم. و ممنونم از آقای امیر ای بی، نوشتن هنوز کامل وصل نشد. خب همون روزی هم که به قول شما کامل بود، میدونیم که سرعت ایران کامل نبود و اینم یه چیز دیگه است که باید گفت، خاک بر سر دیکتاتورها. به قول آمریکایی‌ها shame on دیکتاتور، shame shame shame. این فیلم رو با هم ببینیم. اینا پشت این موتورسیکلت ها دوستان بشکه های بنزینه، میبینید؟ یعنی به جای کولر و اینا این موتور ها هر کدومشون چقدر 100 لیتری 200 لیتری دارن میبرن. نگاه کنید ببینید چند تا موتوره. برای این بیچاره ای که میبره، این براش پول مهمه که بعد بیاد خرج زن و بچهشو بده، ولی برای دولت ایران اون به اصطلاح تولید بنزین و پول تصفیه و ایناش از خود بنزین اینا گرونتر در میاد. اینو اینجوری قرار نیست مفت بده به خارج. بله میگن که سال 1989 با تریلی میرفتم ایران و کامیون‌های ترکی نصف ماشین را کرده بودن باک بنزین. بله من اینو دیده بودم. دوستان عزیز از یکایی که شما ممنون و متشکرم. خب این چیزی نیست دیگه، ماشین موتورا رو دارید میبینید، هر موتور رو دو تا بشکه از این بشکه‌های پلاستیکی گذاشتن پشتشو میبرن از این ور مرز به اون ور مرز و بدون کار کردن سخت و اینها یه درآمدی برای خودشون به وجود آوردن. روز روزگار بر شما خوش.